هر وقت حاضر شدین. ملت عزیز ایران، در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تأیید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. متاسفانه در کنار این انقلاب، دسیسه و سوء استفاده دیگران از احساسات و خشم شما، آشوب هرج و مرج و شورش نیز به بار آورد. در انقلاب ایران یک اتفاق بسیار بزرگی رخ داده بود. انقلاب 57 در خیابان‌های ایران اتفاق نیفتاد. انقلاب 57 در چادر دربار اتفاق افتاد. خیلی از مردم ایران اصلا چیزی از انقلاب نشنیده بودن. در تمام کشور، شهرها، روستاها، خیلی جاها وقتی شاه رفت، خمینی اومد، تا مدتها مردم اصلا خبر نداشتن چی شده. بوی این انقلاب به خیلی جاها نرسیده بود، ولی کسانی بودند که در اطراف محمد رضا شاه پهلوی انقلاب به پا کرده بودند و این انقلاب رو با سر و صدای زیاد داشتن هی توی گوش محمد رضا شاه پهلوی میخوندن. انقلاب شده، مردم توی خیابون ها هستن، شعار میدن، شعار مینویسن. حتی شاه رو وقتی میبردن یک جایی خارج از شهر برای تفریح، میدادن روی دیوار یک مرگ بر شاهی بنویسن که وقتی شاه برای تفریح هم با خانواده داره میره اونجا ببینه. ولی واقعا خبری بود؟ به جز جمع کوچیکی توی مناطقی از تهران که شاهد شلوغی ها بودن، واقعا اتفاقی نیفتاده بود. یک طوفان در فنجان راه انداخته بودن، یک جنگ روانی به تمام معنا. تصور بکنید این چادر سرفرماندهی پادشاهی ایرانه. محمد رضا شاه توی این چادر هستن. در مقابل ایشون ما ساواک رو داریم، نیروهای قدرتمندی که دارن سعی میکنن با کمونیست ها بجنگن و دارن از پادشاهی ایران حفاظت میکنن. ساواک تشکیل شده بود تا بتونه جلوی نفوذ مارکسیست ها رو در ایران بگیره. در مقابل این ما ارتش بسیار بسیار قدرتمند ایران رو داریم که ارتش ایران در جاندارم منطقه به حساب میاد، یکی از قدرتمندترین ارتش های دنیاست با آخرین تکنولوژی های روز. و در مقابلش ما اتحاد جماهیر شوروی رو داریم، USSR، که داره تمام تلاش خودش رو میکنه تا بتونه سیستم پادشاهی ایران رو زمین بزنه. اینجا ساواک تحت حمایت ایالات متحده آمریکا و اسرائیل قرار داره. این یک چیز مخفی هم نیست. هم موساد هم CIA دارن کمک میکنن به ساواک. ساواک یک سازمان تازه تأسیس بوده در ایران و بعد از 28 مرداد 32 ایده این که اصلا ما بیایم یک همچین سازمانی باید داشته باشیم که جلوی نفوذ کمونیست‌ها رو بگیریم، چون دیده بودن کمونیست‌ها در 28 مرداد 32 چی کار داشتن میکردن. به هر صورت شوروی کارهایی که داره میکنه، داره تمام تلاشش رو میکنه که چادر شاهنشاهی ایران فرو بریزه. انقلاب چطور شد؟ آیا ارتش درگیر شد با کسی؟ نه. آیا ساواک با کسی درگیر شده بود؟ نه. ولی شوروی تونلی میزنه به داخل دربار شاه ایران و از تونلی که شوروی میتونه بزنه درون خیمه سرفرماندهی پادشاهی ایران انقلاب صورت میگیره. یعنی تمام چیزی که شما به اسم انقلاب دیدید، انقلاب در خیمه بود که شاه رو در اوج تنهایی ایزوله کرده بود و به افسردگی کشونده بود و شاه رو با تمام سرصدایی که داشتن توی این خیمه براش ایجاد میکردن به این رسونده بودن که در کشور انقلابی شده و شما هرچه سریعتر باید کشور رو ترک بکنید.
روس‌ها توی صحنه سیاست، توی جنگ سرد شطرنج بازی می‌کردن. مهره‌های مختلفی رو می‌کاشتن، جاهای مختلف، و ولی به آمریکایی‌ها شطرنج بازی نمی‌کردن. آمریکایی‌ها دومینو بازی می‌کردن. مهره‌ها رو می‌چیدن پشت هم دیگه. اگه یکی از این مهره‌ها از وسط در می‌رفت، دیگه آمریکایی‌ها نمی‌دونستن چیکار باید بکنن. و یکی از دلایلی که حالا بازی رو باختن تو انقلاب ایران این بود. از 1917 تا 1921 ارتش سرخ داره میاد، نیروهاش رو داخل ایران میفرسته، میره از بخش‌هایی از نیروهای شبه نظامی تجزیه طلب ایران حمایت میکنه، مثل میرزا کوچیک خان توی شمال ایران. جاهای مختلف ما شاهد این تجاوزات ارتش سرخ ایران هستیم که خب با سرکوب شدیدی مواجه میشن از طرف قهرمان تاریخ ایران رضا شاه بزرگ، که حالا اون زمان هنوز شاه هم نیست، اما داره به عنوان یک فرمانده نظامی دست یکی یکی جنایتکاران رو از کشور ایران، تجزیه طلبان رو، همه اینها رو کوتاه میکنه. بعد از اینکه خب ارتش سرخ از طریق حمله نظامی نتونسته بود بیاد ایران رو به زانو در بیاره، در مرحله دوم میاد روش دیگه ای رو پیش میگیره. استالین پاکسازی های درون حزبی رو داره انجام میده توی شوروی و در کنارش داره نیروهای خودش رو در ایران میاد و تقویت میکنه. شاهد شکلگیری احزاب حالا کمونیستی در ایران هستیم که تحت حمایت مستقیم سازمان امنیت شوروی قرار دارن زیر نظر استالین، و این از در فاصله سال 1921 تا 1941 این وضعیت ادامه داره. به مدت 20 سال استالین داره یارگیری میکنه در داخل ایران تا میرسیم به شروع جنگ جهانی دوم. مرحله سوم از عملیات روس‌ها برای به زانو در آوردن پادشاهی ایران تأسیس حزب توده است، تجزیه و جنبش شبه دموکراتیک برای تأسیس دوباره جمهوری شوروی در ایران 1941 تا 1953. بعد از اینکه ارتش‌های بریتانیا و شوروی در بحبوحه جنگ جهانی دوم وارد ایران میشن، حزب توده ایران شکل میگیره. توی شهرهای مختلف کشور شروع میکنه نمایندگانی رو به داخل مجلس شورای ملی بفرسته که همون شکل انقلابی رو که خود روس‌ها در 1917 داشتن در روسیه، همون شکل انقلاب رو توی ایران هم بیان پیاده بکنن. یعنی یک انقلاب دموکراتیک. نیروهای در واقع نمایندگان مجلس که از طرفداران حزب توده هستن و چپ‌ها هستن، اینا برن در داخل مجلس و از درون مجلس یک انقلاب دموکراتیکی بکنن. که کی داره این رو حالا هدایت میکنه؟ محمد مصدق. مرحله چهارم جنگ روانی، نفوذ به دربار و تروره از 1953 تا 1963. توی این سالها شوروی داره تلاش میکنه راه پیدا بکنه به دربار ایران. در مسکو تحولات بنیادینی در حال شکلگیری بود. مرگ استالین و به قدرت رسیدن نیکیتا خورشچوف و زمزمه های تغییرات پایه‌ای در سازمان امنیت شوروی از جمله اتفاقات آن دوران بود. به این ترتیب از ماه مارس 1954 خورشیدی سازمان امنیت شوروی کاگبه نامیده شد، که این نام را تا پایان حیات اتحاد جماهیر شوروی با خود داشت. یعنی بعد از در واقع مرگ استالینه که قبل از اون سازمان امنیت شوروی وجود داره. چند سازمان موازی هم هستن، اما از 1954 به بعد دیگه رسما یک سازمانی با روش‌های مدرن حالا به وجود میاد، از تلفیق مجموعه سازمان‌های موازی اطلاعاتی که وجود داشتن. سیاست حمایت از تشکیل گروه‌های مسلح برای ترور شاه و مقامات حکومتی در ایران نیز که از زمان ورود گسترده نیروهای سازمان امنیت شوروی به ایران در شهریور 1320 خورشیدی همواره مورد تایید سازمان امنیت شوروی بود، در 10 سال نخست پس از شکست کودتای حزب توده در مرداد 1332 خورشیدی به عنوان مهمترین و تنها عملیات کارآمد جهت تضعیف و براندازی حکومت شاه مورد توجه قرار گرفت. ماجرای 28 مرداد نشان داد که امکان تغییر حکومت از روش‌های شبه دموکراتیک، یعنی نفوذ به مجلس و انقلاب دموکراتیک، پاسخگو نخواهد بود و شوروی را به اهداف مورد نظر نخواهد رساند.
در این دوران سازمان امنیت شوروی در عراق و به ویژه در شهرهای نجف و کربلا که پایگاه شیعیان بودند حضور فعالی داشت. ماموران سازمان امنیت شوروی دریافته بودند که امکان برقراری رابطه با روحانیون و طلبه‌های علوم اسلامی که پیرو تشیع هستند کار چندان دشواری نیست. به همین منظور شوروی جهت مقابله با بریتانیا که با حمایت مسلمانان سنی کنترل حکومت عراق را در اختیار داشت، تصمیم به انسجام شیعیان گرفت. نخستین حزب سیاسی شیعه در عراق در شهر نجف با عنوان حزب الدعوه اسلامی با حمایت و راهنمایی کارشناسان سازمان امنیت شوروی تشکیل شد. حزب بعث عراق نیز افسران مسلمان و سنی ارتش عراق را مورد توجه قرار داده بود. بسیاری از روحانیون شیعه در از ایران برای پیوستن به حزب جدید راهی نجف و کربلا شدند. در فاصله سالهای 1335 تا 1342 خورشیدی رفت و آمدهای فراوانی بین نجف، کربلا، قم، مشهد و تهران صورت گرفت. سید علی خامنه ای هم که به همراه پدر و برادرش به همین منظور راهی عراق شده بود، در همین دوره با رابطان سازمان امنیت شوروی آشنا شد که مدتی بعد راه وی را برای تحصیل در دانشگاه پاتریس لومونبا هموار کردند. در پاسخ به این تحولات که به شدت حکومت شاه و همینطور دولت ایالات متحده آمریکا را نسبت به نفوذ رو به گسترش کمونیست‌ها در ایران نگران کرده بود، سازمان اطلاعات و امنیت کشور با عنوان اختصاری ساواک تشکیل شد که عمده‌ترین وظیفه آن مقابله با نفوذ و گسترش کمونیسم و مقابله با سیاست‌های مداخله جویانه اتحاد جماهیر شوروی در ایران بود. ساواک تنها یک سال پس از آن که سازمان امنیت شوروی تحت عنوان کاگبه سازماندهی دوباره را تجربه می‌کرد، تأسیس شده بود و به واسطه قرار داشتن ایران در نوک پیکان حملات شوروی‌ها در جبهه جنگ سرد، سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده و اسرائیل با ساواک همکاری می‌کردند تا این سازمان نوپا بتواند در برابر عملیات‌های پیچیده سازمان امنیت شوروی مؤثر واقع شود. در این دوران سازمان‌های اطلاعاتی غرب و همچنین ساواک در جنگ روانی علیه کاگبه شکست خوردند. سازمان امنیت شوروی سرویس الف یا همان کمپین دروغ، شایعه سازی و جنگ روانی را در صدر سرویس‌های عملیاتی خود داشت که افسرانی مجرب و ماهر آن را هدایت می‌کردند. با کمک سرویس الف در موارد متعدد کاگبه توانسته بود با دستکاری اخبار، نامه‌های رسمی و تلگرام‌های محرمانه روابط بین شاه و آمریکایی‌ها را دچار خدشه کند. واسیلی میتروخین در کتاب خود به یکی از این موارد جعل سند توسط سرویس الف در کاگبه اشاره میکند. واسیلی میتروخین رئیس آرشیو کاگبه بود که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به غرب پناهنده میشه. در MI6 انگلستان یک بخش بزرگی با عنوان آرشیو میتروخین اصلا شکل میگیره. از طرف CIA، MI6 و بزرگترین سازمان‌های اطلاعاتی دنیا آرشیو میتروخین به عنوان مورد اعتمادترین مجموعه اسنادی که کمک میتونه بکنه به شناسایی سازمان امنیت شوروی ازش یاد شده. در فوریه سال 1958 میلادی برابر با بهمن ماه 1336 خورشیدی، سرویس الف یا همان سرویس دیس اینفورمیشن در سازمان امنیت شوروی با دستکاری و جعل یکی از نامه‌های وزیر امور خارجه وقت آمریکا جان فاستر دالاس به سفیر ایالات متحده وانمود می‌کند که وزیر امور خارجه آمریکا توانایی شاه را در اداره حکومت به تمسخر گرفته و زیر سوال برده است و آمریکا در صدد اجرای عملیاتی برای سرنگونی شاه می‌باشد. مرکز عملیاتی کاگبه در تهران که درون سفارت شوروی در این شهر فعالیت میکرد، نسخه هایی از این نامه جعل شده را بین نمایندگان با نفوذ مجلس شورای ملی و خبرنگاران به صورت محرمانه توزیع کرد، با این هدف که یکی از آنها این نامه را به شاه برساند، که البته این اتفاق هم افتاد و توجه شاه به این نامه جعلی جلب شد. بر اساس اسناد کاگبه شاه نسبت به این نامه جعلی وزیر امور خارجه آمریکا بسیار حساسیت نشان داد و شخصا دستور داد تا نسخه‌ای از آن برای سفارت آمریکا در تهران فرستاده شود و از آنها در این مورد توضیح بخواهند. با وجودی که سفارت ایالات متحده آمریکا این نامه را جعلی خواند و محتوای آن را تکذیب کرد، شاه و مقامات حکومتی این تکذیب را باور نکردند. در کتاب آرشیو میتروخین که بسیاری از اسناد محرمانه کاگبه در سالهای جنگ سرد جمع‌آوری و تدوین شده است، به موارد فراوانی از این دست اشاره می شود. از جمله در موردی دیگر در سال 1960 میلادی برابر با 1339 خورشیدی، سرویس الف در سازمان امنیت شوروی یک نامه محرمانه از طرف وزارت دفاع ایالات متحده را جعل کرد که وانمود می کرد ارتش آمریکا در حال طراحی عملیات برای سرنگونی حکومت شاه ایران است. ببینید خیلی از این حرف هایی که میشنوید که آمریکایی ها میخواستند ایران را، شاه را سرنگون کنند، میخواستند ال بکنن امریکا، درست بخشی از همین کمپین دروغ و شایعه سازی شوروی ها بود. که حالا اگر نگاه بکنید در خیلی از مصاحبه هایی که بعضا شهبانو فرح دیبا هم انجام میدن، بارها و بارها به این تاکید دارن که آمریکایی ها شاه رو سرنگون کردند، آمریکایی ها میخواستن شاه رو سرنگون بکنن، آمریکایی ها ال کردند. ولی حتی ما یک بار نمیشنویم که شوروی ها چه کردند، کسایی که دقیقا این کار رو داشتن میکردن.
این نامه جلی به تمام سفارتخانه‌های تهران در کشورهای اسلامی فرستاده شد تا از طریق آنها به تهران مخابره شود. سفیر آمریکا برای ادای توضیحات در مورد این نامه به وزارت امور خارجه ایران فراخوانده شد. به گزارش مرکز عملیات سازمان امنیت شوروی در تهران، به دنبال این حادثه شاه شخصا دستور داد تا بسیاری از مقامات و ماموران حکومتی که رابطه خوبی با ایالات متحده داشتند از کار برکنار شده و با افراد دیگر جایگزین شوند. کمپین دیس اینفورمیشن از دروس ویژه‌ای بود که در دانشگاه پاتریس لومونبا که در 1960 میلادی در مسکو تأسیس شده بود توسط افسران سازمان امنیت شوروی تدریس میشد. سید علی خامنه‌ای که از دانش آموخته‌های همین مرکز جاسوسی در قلب شوروی میباشد نیز با این کمپین آشنایی کامل داشته و در موارد متعدد دقیقاً از همین عبارت دیس اینفورمیشن در سخنرانی‌ها و نامه‌نگاری‌هایش استفاده کرده است. برای نمونه در نامه‌ای که در 21 ژانویه 2015 میلادی برابر با اول بهمن ماه 1993 خورشیدی به زبان انگلیسی از طرف خامنه‌ای خطاب به جوانان در کشورهای غربی نوشته شده است، دو بار مستقیماً به عبارت کمپین دیس اینفورمیشن اتحاد جماهیر شوروی اشاره می‌شود که نشان از آشنایی کامل وی با این کمپین مخصوص جنگ روانی دارد. در آغاز دهه 60 میلادی علاوه بر جنگ روانی علیه حکومت ایران، عملیات مخفیانه برای ترور شاه نیز در دستور کار سازمان امنیت شوروی قرار گرفت. در فوریه سال 1961 میلادی برابر با بهمن ماه 1339 خورشیدی، نیکیتا خورشچف پس از مشورت با اعضای پولیت برو یا همان دفتر سیاسی شورای مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی، طرح محرمانه ای را برای ترور شاه امضا کرد و در اختیار کاگبه گذاشت. بلافاصله پس از ابلاغ این دستور، ایوان فادیکین رئیس سرویس وی یا همان سرویس خرابکاری و ترور در سازمان امنیت شوروی شخصا راهی تهران شد تا مقدمات ترور شاه را فراهم کند. بر اساس این طرح قرار بود شاه در فوریه 1962 میلادی در اثر انفجار اتومبیلی که پر از مواد منفجره شده بود در مسیر عبور از کاخ نیاوران به مجلس کشته شود. کوزیچکین افسر سابق کاگبه در کتاب خود توضیح کاملی درباره این عملیات داده است که چگونه طرح ترور با مشکل فنی مواجه شد و دستگاه کنترل از راه دور که قرار بود انفجار را کلید بزند درست کار نکرد و شاه جان سالم از این حادثه به در برد. پس از عدم موفقیت این عملیات، شورای مرکزی حزب کمونیست شوروی دستور داد تا عملیات ترور شاه دیگر تکرار نشود و به جای آن با توجه به فرصت پیش آمده در ایران بر روی عملیاتی بزرگ و پیچیده جهت آمادگی جامعه ایران در جهت یک شورش همگانی علیه حکومت شاه کار شود. در همین راستا برنامه ریزی برای تضعیف حکومت شاه، بدبین کردن مردم به وی و خرابکاری در مقیاس گسترده با هدف از بین بردن اعتماد به نفس نیروهای امنیتی و آماده کردن فضای جامعه برای یک انقلاب در دستور کار کاگبه قرار گرفت. بدون شک یکی از مواردی که رهبران شوروی به عنوان فرصت پیش آمده برای ضربه زدن از درون حکومت شاه از آن یاد می‌کردند ماجرای ازدواج سوم محمد رضا شاه پهلوی در آذر ماه 1338 خورشیدی بود. هر چیزی هر جای دیگه‌ای خوندید در این مورد که چطور پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی با فرح طباطبایی دیبا آشنا شد افسانه سازیه. این که در یک جلسه ای در تهران دانشجویان اومده بودن با شاه صحبت بکنند، فرح دیبا دختر زیبایی بود که اومد ایستاد، بلبل زبونی کرد و شاه خوشش اومد، گفت چقدر زیباست، قد بلنده، خوش صحبته و این رو من این داستان ها زیاد گفته شده. اما داستانی که در سند محرمانه سازمان امنیت شوروی اومده از صفحه 171 از کتاب آرشیو میتروخین، واسیلی میتروخین رئیس سابق آرشیو کاگبه بر پایه اسناد محرمانه موجود در آرشیو سازمان امنیت شوروی درباره ماجرای آشنایی پادشاه ایران با دختری 21 ساله در پاریس که به ازدواج سوم شاه انجامید مینویسد: سازمان امنیت شوروی کاگبه در انتخاب دختر 21 ساله‌ای به نام فرح دیبا به عنوان همسر سوم شاه که آخرین همسر وی نیز بود تأثیر داشت. البته این اشتباه بود که تصور می‌شد وی به کمونیسم گرایش دارد. دفتر مرکزی سازمان امنیت شوروی به خود میبالید که یکی از ماموران کاگبه توانسته بود خانم دیبا را زمانی که در پاریس دانشجوی معماری بود با همکاری یک رایزن فرهنگی سفارت ایران در فرانسه آقای جهانگیر تفضلی به شاه معرفی کند. با وجودی که فرح دیبا خبر نداشت
که تا چه حد سازمان امنیت شوروی به موقعیت وی علاقمند است، در تماسی که با مادرش داشت مطالبی را مطرح کرد که نشان می‌داد دفتر مرکزی کاگب حق دارد به خودش ببالد. اینجا بذارید حق رو بدیم. سند محرمانه سازمان امنیت شوروی داره میگه خود فرح یک طعمه‌ایه که داره سازمان امنیت شوروی ازش استفاده میکنه. نخستین دیدار فرح دیبا با شاه در بهار سال 1959 میلادی 1338 خورشیدی در مهمانی سفارت ایران در شهر پاریس اتفاق افتاد. تفضلی دست خانم دیبا را گرفت و تلاش کرد تا وی را به شاه معرفی کند. خانم دیبا که خجالتی بود خودش را عقب کشید، اما اندکی پس از آن شاه در همان مهمانی شروع به صحبت با وی کرد. فرح درباره این دیدار با شاه به مادرش گفت. تفضلی فوراً به شاه گفت این دختر خانم دانشجوی بسیار خوبی است، شاگرد اول کلاس است و زبان فرانسه را عالی صحبت می‌کند. در ادامه خانم دیبا به مادرش گفت آقای تفضلی به من خیلی لطف داشت از بابت تعریف‌هایی که کرد و چیزهای خوب زیادی که درباره من به شاه گفت. دقت بکنید، توی سند محرمانه سازمان امنیت شوروی این که فرح به مادرش چه چیزی در گفتگوی خصوصی گفته توی این سند نوشته شده. پسر دایی خانم دیبا که در این مهمانی حضور داشت به وی گفت که کاملا مشخص بود شاه خیلی از او خوشش آمده است و وقتی فرح از اتاق خارج می شد نگاه شاه بدرقه‌اش می کرد. در ادامه خانم دیبا برای مادرش نوشته بود البته همه اینها فقط حرف است. تنها چند ماه پس از آن دیدار فرح دیبا با شاه نامزد کرد. علاقه بیجای سازمان امنیت شوروی به ملکه آینده ایران شاید از آنجا مشتق شده بود که وی دوستان دانشجوی کمونیستی داشت که گهگاه در یکی از کافه‌های مشهور روشنفکری در پاریس به نام کافه انجمن لفت بانک دور هم جمع می‌شدند. یکی از دوستان فرح که او را برای شرکت در تظاهرات بر ضد امپریالیسم فرانسه و در حمایت از الجزایر ترغیب کرده بود، بعدها در ایران به عنوان عضو حزب توده زندانی شد. اما چیزی که دفتر مرکزی سازمان امنیت شوروی را امیدوار کرد این بود که یکی از آشنایان بسیار نزدیک فرح دور از چشم وی توسط سازمان امنیت شوروی جذب شد و به عنوان مأمور مستقیم کاگبه با اسم رمز رایان کار می‌کرد. به محض اینکه در ماه دسامبر 1959 میلادی فرح دیبا به عنوان ملکه ایران انتخاب شد، کاگبه فهمید که درباره او اشتباه قضاوت کرده است. گرایشات رادیکال ملکه جدید نه در عقاید سیاسی بلکه در ذائقه هنری وی بود. وی با حمایت از هنر پیشرو غربی صدای محافظه‌کاران سنتی و روحانیون شیعه را در ایران درآورده و آنان را وادار به اعتراض کرده بود. صفحه 173 از کتاب آرشیو میتروخینه میگه در 1961 خروشچف رهبر شوروی با رئیس جمهور تازه انتخاب شده ایالات متحده آمریکا جان اف کندی ملاقات میکنه. داره به خروشچف رهبر شوروی به رئیس جمهور آمریکا میگه به زودی شاهد خواهید بود که ایران مثل یک میوه گندیده جلوی پای ما شوروی ها خواهد افتاد. در سال 1961 در وین، حالا چه موقع داره خروشچف این حرفو میزنه؟ موقعی که داره میره برای همین کنفرانس، امضا کرده طرحی رو که قرار رئیس سرویس خرابکاری کاگبه فدیکین مستقیم وارد ایران بشه و بیاد برای ترور شاه کار بکنه. با توجه به اینکه در مطلب به یکی از اعضای فامیل فرح اشاره می شود که در مهمانی سفارت ایران در فرانسه در بهار 1338 خورشیدی نیز حضور داشته است، تنها یک نام می تواند مورد نظر باشد. عبدالرضا قطبی یا همان رضا قطبی که پسر دایی فرح دیبا بود، رایان مورد نظر سازمان امنیت شوروی. خانم فرح دیبا خیلی زود پدر خودش رو از دست میده. پدرش از گروهبانهای ارتش بود، به خاطر بیماری درگذشت وقتی فرح خردسال بود. مادر فرح دست دخترش رو میگیره و میره خونه برادر خودش. اونجا شروع میکنن به زندگی کردن. برادر مادر فرح در دایی فرح محمد علی قطبی هستند، ایشون و خانم لویز سمسون بختیاری که زندایی فرح هست در واقع، اینها میزبانان فرح و مادرش میشن و فرح توی این خانواده در خانواده داییش بزرگ میشه. اصلا پسر داییش عبدالرضا قطبی به نوعی برادر فرح هم هست، از بچگی با فرح داره بزرگ میشه، بعد مدرسه میرن و بعد برای دانشگاه هم با هم فرستاده میشن به فرانسه. توی فرانسه هم با هم توی یک اتاقی که گرفتن اونجا با هم زندگی میکنن، اصلا بسیار به هم نزدیک هستند. رضا قطبی گرایشات چپ که چه عرض کنم، ایشون مستقیما داره با سازمان امنیت شوروی کار میکنه و حقوق بگیر سازمان امنیت شوروی و از ماموران تعلیم دیده این سازمان هست.
خیلی خوب میدونه چطوری از خودش حفاظت بکنه، هیچ سندی ازش جایی به جا نمونه. بعد از انقلاب هیچ کس از رضا قطبی دیگه نمیشنوه، فقط یک مأمور کارکشته اطلاعاتی و امنیتی میتونه اینجوری خودش رو پروتکت بکنه. فرح دیبا در فرانسه علاوه بر پسردائیش رضا قطبی دوستان نزدیک دیگری هم داشت که نزدیکترین آنها لیلی جهان‌آرا و کریم پاشا بهادوری بودند. شاه که در از دو ازدواج پیشینش صاحب پسر نشده بود، پس از ازدواج با فرح و تولد نخستین فرزند پسرشان در آبان ماه 1339 خورشیدی به قدری به هیجان آمد که دست ملکه جدید ایران را برای تغییرات گسترده به ویژه در فضای فرهنگی و اجتماعی ایران باز گذاشت. فرح دیبا که زندگیش خاطره سیندرلا را در ذهنها زنده میکرد، همه دوستان نزدیک و آشنایانش را در بالاترین سمتهای ممکن به خدمت گرفت. رضا قطبی در سال 1342 خورشیدی به ریاست سازمان تلویزیون ملی ایران رسید که تا پایان حکومت پهلوی در بهمن ماه 1357 خورشیدی این سمت را در اختیار داشت. کریم پاشا بهادوری در سال 1343 خورشیدی به نخست وزیری وارد شد و تا دفتر معاونت نخست وزیر بالا رفت. در 15 شهریور 1347 خورشیدی به ریاست دفتر ملکه ایران و دوست قدیمیش فرح پهلوی منصوب شد. در سال 1355 خورشیدی به عنوان وزیر اطلاعات و جهانگردی در کابینه امیرعباس اویدا قرار گرفت. کریم پاشا بهادوری قراره با فرح ازدواج کنه. حتی تا مرحله نامزدی هم با هم دیگه پیش میرن و توی سفری که قراره فرح بیاد، یعنی تو آستون همون دمی که فرح شاه رو میبینه، مقدمات ازدواجش رو داره با کریم پاشا بهادوری فراهم میکنه. خانواده ها دارن با هم دیگه صحبت میکنن، اما حالا فرح یک فرصت بسیار بسیار بزرگی براش پیش اومده. یک دفعه Imperial Majesty the Shahbanu of Iran is really the one who pushes everything in this way. لیلی جهان‌آرا که پس از ازدواج با شاهرخ امیرارجمند از نام لیلی امیرارجمند استفاده کرده است، نیز با حمایت فرح پهلوی ابتدا در سال 1339 خورشیدی رئیس کتابخانه دانشگاه ملی شد و در سال 1344 خورشیدی به سمت مدیر عامل و عضو هیئت امنای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزیده شد. لیلی امیرارجمند در اسفند 1353 خورشیدی با سفارش ملکه به عضویت شورای آموزش کشور درآمد. در اینکه فرح پهلوی و دوستان نزدیکش همگی گرایشات چپ و کمونیستی داشتند تردیدی نیست، اما اینکه تا چه میزان با جریانات مارکسیستی وابسته به سازمان امنیت شوروی در ارتباط بودند اختلاف وجود دارد. احسان طبری از رهبران و مؤسسان حزب توده عنوان کرده بود که فرح دیبا در دوران دانشجویی در فرانسه عضو شاخه جوانان حزب توده بوده و در تظاهرات حزب توده در پاریس شرکت می‌کرد. در کتاب معماران عصر پهلوی نوشته خسرو معتضد نیز به روابط لیلی امیرارجمند با سازمان امنیت شوروی کاگب اشاره شده است. در مورد روابط لیلی امیرارجمند با سازمان امنیت شوروی و افسران اطلاعاتی بلوک شرق گزارش‌های متعددی نیز در اسناد ثبات دیده شده است که با اعمال نفوذ شهبانو فرح پهلوی به نفع دوست قدیمیش به آنها ترتیب اثر داده نمی‌شد و در نهایت شاه دستور عدم تعقیب و مراقبت نزدیکان ملکه را صادر کرد. آنچه بیش از هر چیز باید مورد توجه قرار گیرد، دورخیز مجموعه دوستان و نزدیکان ملکه جدید ایران در آغاز دهه 40 خورشیدی به تمام شاهراه‌های آموزشی و فرهنگی کشور است. رادیو و تلویزیون، روزنامه‌ها، وزارت اطلاعات و جهانگردی، شورای آموزش کشور و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اهدافی هستند که مورد توجه نزدیکان فرح قرار گرفتند. ساواک خیلی سعی کرده بود اخطار بده به شاه، بارها و بارها. اما مسئله این بود که با دومین فرد قدرتمند کشور طرف بوده، با شهبانوی ایران و کسی که شاه دوستش داشت، حرفش رو میشنید، مادر فرزندان شاه بود و برای همین به درخواست شهبانو فرح و دستور شاه قرار شده بود ساواک مزاحم اطرافیان ملکه، دوستانش و خودش نشه. حالا اون فرصت برای شوروی به وجود اومده، فرصتی که شوروی داره میگه دیگه نیازی نیست شاهو ترور کنیم، ما میتونیم تمام لایه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی کشور رو درش با کمک فرح و اطرافیانش نفوذ بکنیم و اونها مهره‌های کلیدی اطراف فرح رو دارن که مأموران حقوق بگیرشون هستن از جمله پسردائی فرح و نیازی ندارن که حالا بخوان بیان و خود فرح رو اصلا داشته باشن و چه بهتر که فرح ندونه اصلا اونا دارن ازش سوء استفاده میکنن. درست در همین دوران، یعنی در سال 1960 میلادی برابر با 1339 خورشیدی، دانشگاه پاتریس لومونبا در مسکو توسط سازمان امنیت شوروی تأسیس میشود تا به آموزش نسل بعدی رهبران طرفدار اتحاد جماهیر شوروی در کشورهای جهان سوم بپردازد. به خاطر داشته باشیم که خمینی در سال 1343 خورشیدی در پاسخ به پرسش یکی از ماموران حکومتی شاه که با تمسخر از وی پرسید با کدام یار و یاور می‌خواهید پیروز شوید، گفت سربازان من در
گهواره ها هستند. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به تربیت نسلی از کودکان و نوجوانان پرداخت که 13 سال بعد در اوج جوانیشان در کلاس‌های درس دانشگاه و کافه‌های روشنفکری و مساجد محلات بیش از هر چیز به انقلاب و سرنگونی حکومت شاه می‌اندیشیدند. لیلی امیرارجمند مجموعی از کمونیست‌های معتقد به آرمان‌های اتحاد جماهیر شوروی و ماویست‌های وفادار به آرمان‌های جمهوری دموکراتیک خلق چین را از همان آغاز تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به خدمت گرفت. وی در پاسخ به انتقادات فراوانی که در نیم قرن گذشته به نحوه انتخاب افراد برای مدیریت در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان داشته است، ادعا می‌کند که از گذشته سیاسی این افراد اطلاع نداشته است. در مواردی این ادعا به هیچ عنوان قابل قبول نیست. برای نمونه، در نهم مرداد 1394 خورشیدی، در 50مین سالگرد تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، لیلی امیر ارجمند در مصاحبه با خبرگزاری بی بی سی درباره تأسیس این کانون توضیح می‌دهد که چگونه با پایان تحصیلات فرانسه و در بازگشت به ایران از فرح پهلوی که دوست و همکلاسی قدیمی او در مدرسه رازی تهران بود، تقاضا کرد تا موقعیتی به او بدهد که بتواند کتابخانه‌ای برای بچه‌ها درست کند. چنین درخواستی در آن دوران، در حالی که در کشورهای پیشرفته جهان نیز داشتن چنین کتابخانه و انتشارات اختصاصی برای کودکان باب نبود و تنها بخشی از کتابخانه‌ها را به کودک اختصاص می‌دادند، به اندازه کافی عجیب به نظر می‌رسید. امیر ارجمند می‌گوید در آن زمان پارک فرح در زمین باغ جلالیه در دست ساختمان بود و اولیا حضرت شهبانو دستور دادن یک قطع زمین در آنجا در اختیار ما گذاشته شود و به این صورت ساختمان اولین کتابخانه کودک در ایران آغاز شد. در زمانی که آقای شیروانلو به کانون آمد، من هیچ اطلاعی از سوابق سیاسی او نداشتم. او که تجربیات زیادی در زمینه چاپ کتاب داشت و با اکثر نویسندگان و دستاندرکاران آشنا بود، امکاناتی به وجود می‌آورد که من با این افراد آشنا بشوم. کانون اصولا یک محل سیاسی نبود. شاید هم افراد که می‌دانستند من دوست بچگی‌های اولیا حضرت بودم و دائم در کاخ سلطنتی هستم، جلوی من این مسائل را مطرح نمی‌کردند. من در همه مراحل اداره کانون مسائل مربوط به آن را با ایشان در میان می‌گذاشتم. خودم هم اصولا با سیاست کاری نداشتم. وقتی هم می‌شنوم که می‌گویند کتاب ماهی سیاه کوچولو سیاسی بود، واقعا برایم خنده‌آور است. در آن زمان من فقط هدفم این بود که کتاب و فیلم برای بچه‌ها درست کنیم. اینکه لیلی امیرارجمند ادعا میکند از سوابق سیاسی فیروز شیروانلو که مهمترین مسئولیت در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، یعنی مدیریت بخش انتشارات، به وی سپرده شد، اطلاع نداشته است، به هیچ عنوان نمیتواند صحت داشته باشد. لیلی امیرارجمند مستقیما از طریق ملکه ایران با دربار و عالیترین مقامات مملکتی در ارتباط بود و با توجه به اینکه اصلی ترین وظیفه سازمان امنیت و اطلاعات کشور یا همان ساواک نیست، ردیابی فعالیت های کمونیست های روسی و چینی بود، چطور باید باور کرد که دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشور به خانم امیرارجمند نگفته باشند که فیروز شیروانلو از رهبران جوان چپ های ماویست بوده و در حادثه ترور شاه در کاخ مرمر دست داشته و حتی به واسطه این اقدامات دستگیر و زندانی هم شده بود؟ در کتاب ترور شاه، حادثه کاخ مرمر، به روایت اسناد ساواک، در گزارشی پس از بازجویی فیروز شیروانلو توسط ساواک چنین اشاره می شود: فیروز شیروانلو در سال 1338 خورشیدی به منظور تحصیل به انگلستان عزیمت و در اواسط سال 1342 خورشیدی به ایران مراجعت می کند. مشاوره‌اله در انگلستان دارای فعالیت های به شرح زیر بوده است: رئیس انجمن دانشجویان مقیم لیدز، مسئول کمیته انتشارات در هیئت اجرایی فدراسیون انجمن دانشجویان ایرانی، نماینده کنگره فدراسیون دانشجویان ایرانی در لندن، نماینده فدراسیون دانشجویان ایرانی در کنگره فدراسیون دانشجویان در پاریس و لوزان و دبیر اول فدراسیون دانشجویان ایرانی مقیم انگلیس. نام برده اعتراف دارد در مذاکراتی که در انگلستان با پرویز نیکخواه، محسن رضوانی، کاتوزیان و احمد موسوی صورت گرفته، قرار شد سفری به ایران نموده و وضع و شرایط ایران را از نزدیک بررسی نماید. فیروز شیروانلو اظهار می‌کند که بیژن حکمت دارای افکار مارکسیستی میباشد. شیروانلو اظهار می‌کند که پس از ورود به ایران با احمد منصوری، پرویز نیکخواه و سایر دانشجویان مقیم خارج که به منظور استفاده از تعطیلات به تهران آمده بودند، اغلب در کافه ریویرا در و تهران پلاس ملاقات داشته و در این جلسات مسائل مربوط به امور دانشجویی و سیاسی بحث می‌شده است. نامبرده اعتراف به تهیه و نشر جزوات از طرف گروه 4 نفری منصوری، نیکخواه، پورکاشانی، شیروانلو نموده و مدعی است که ممکن است افرادی با سایر اعضای گروه، مخصوصا نیکخواه، در تماس باشند، ولی به علت شرایط مخفی مبارزه هیچ وقت این موضوعات مطرح نمی‌شد. شیروانلو یک دستگاه ماشین تحریر در اختیار گروه گذاشته که بعداً آن را با ماشین دیگری تبدیل می‌نماید. مشاوره‌اله ماهیانه در حدود 1000 ریال به منظور تهیه و نشر جزوات کمونیستی کمک می‌کرده و این کمک را چند ماهی ادامه داده است.
پس از حادثه کاخ مرمر جلسه در منزل شیروانلو تشکیل می شود و نامبرده اظهارات منصور پورکاشانی را دایر به موضوع بحث و اتخاذ تصمیم در جلسه مذکور تایید می نماید و تحقیقات از متهمین دستگیر شده همچنان ادامه دارد و نیز افرادی که در بازجویی های معمولی شناسایی می گردند که با گروه مذکور همکاری داشتند. دو نفر به اسامی اسفندیار نوایی که با پرویز نیکخواه از گروه بالا همکاری داشته دستگیر و نیز دانشجو کیانزاد که با بهمن فروشی در ارتباط بوده است بازداشت گردیدند. فیروز شیروانلو و پرویز نیکخواه که در گزارش سواکمان‌ها اشاره شده است هر دو پس از آزادی از زندان که با وساطت شهبانو فرح پهلوی انجام شد به سمت‌های بالایی در فضای فرهنگی و اطلاعاتی کشور راه یافتند. فیروز شیروانلو مدیر انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شد و پرویز نیکخواه که از اعضای فعال حزب توده است، حزب توده ایران و پس از آن هم از رهبران کنفدراسیون دانشجویان ایرانی بود، مدیریت مرکز خبر تلویزیون را به دست آورد. اون وقت آقای فیروز شیروانلویی که در به در داره دنبال این میگرده که یه دستگاه فوتوکپی جور بکنه که بیاد یکی دوتا اطلاعیه چاپ بکنن با چند تا دانشجو پخش بکنن علیه شاه، اطلاعیه های مارکسیستی پخش بکنن، شهبانو فرح و دوست صمیمیش لیلی امیرارجمند تصمیم میگیرن تمام چاپخانه های سراسر کشور رو در اختیار فیروز شیروانلو بذارن تا هر چی میخواد چاپ کنه بره چاپ کنه، بهشون میشه مسئول کل انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان، که کانون میشه مرکزی برای فعالیت چپهای ضد شاه. اما مهمانان امروز اوفو آقای دکتر رسول نفیسی جامعه شناس و از مدیران رسول نفیسی از مدیران اولیه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مصاحبه با بخش فارسی صدای آمریکا در تاریخ 31 آگوست 2015 میلادی به صراحت بیان میکند که شهبانو فرح جلوی نظارت ساواک بر اقدامات کانون و دیگر نهادهایی را که زیر نظر وی فعالیت میکردند گرفته بود. این را بدون تعارف ما مدیون سعه صدر و فهم شعور ملک فرح هستیم و همه میدونن که بنده به هیچ وجه من وجود سلطنت طلب نبوده و نه هستم، ولی انصاف رو باید رعایت کرد و ملک فرح یک امکانی به وجود آوردن که در سازمان‌های زیر نظر ایشون سازمان امنیت حق دخالت و فضولی و نظارت نداشت، کما اینکه بعضی از افراد ما رو که میگرفتن و میبردن تحت بازجویی اینا ناسزا میگفتن به خانم جهان آرا که رئیس ما بود. نفیسی در ادامه این گفتگو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را به جزیره امن برای چپگرایان تشبیه میکند که میتوانستند بدون نگرانی از مزاحمت ساواک فعالیت کنند. یک جزیره خیلی کوچیکی از نظر امنیتی و نظامی که حاکم بر رژیم بود این فراغت داشت. در چنین فضایی در سال 1347 خورشیدی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کتاب ماهی‌سیاه کوچولو را منتشر کرد. این داستان با حمایت ملک فرح و لیلی امیرارجمند به عنوان کتاب سال کودک نیز برگزیده شد. این داستان که هیچ ویژگی خاص ادبی، هنری و تربیتی برای کودکان نداشت جز اینکه یاغیگری، خشونت، کشتار، جهانوطنی و مبارزات چریکی مسلحانه را در ذهن بیگناه کودکان و نوجوانان تزریق کند، به عنوان شناسنامه‌ای از هویت سیاسی کانون در تمام سال‌های پس از آن شناخته شد. در هیچ یک از کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه انتشار چنین مطالبی برای کودکان مجاز نمی باشد و ترویج این نوع از خشونت و یاغیگری تأثیرات مهلکی بر فضای سیاسی نسل‌های بعدی ایران گذاشت. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. یه ماهی سیاه کوچولو بود که ماهی سیاه کوچولو نه ارزش ادبی داره، نه ارزش محتوایی داره، نه ارزش فرهنگی داره، نه ارزش فکری داره، نه حتی ارزش این داره که آدم شب برای بچهش مثلا تو تخت خواب بخونه بچه خوابش ببره. یکی از بی ارزشترین داستانهایی که میشه گفت تو تاریخ ادبیات کودک ایران مثلا نوشته شده داستان ماهی سیاه کوچولو. چه چیزی رو داره ترویج میکنه؟ ماهی سیاه کوچولو داره خشونت و مبارزات مسلحانه رو در ذهن پاک و معصوم جوانها حک میکنه. یک ماهی سیاه کوچولویی که میاد میره یک خنجری رو مارمولک بهش میده، میگه اگر رفتی مرغ ماهی خور تو رو گرفت با خنجر بزن گلوش رو پاره کن و اون دست اونجا کشته بشن، این دست اینجا کشته بشن. اون آخه شما کجا دیدید در کتاب قصه کودک از کشتن و ترور و خنجر و اونو بکش و اینو تیکه پاره کن و کجا در کتابهای کودک از این چیزها میگن؟ یه دفعه کتاب ماهی سیاه کوچولو که ترویج دهنده خشونت و مبارزات مسلحانه برای کودکانه
بیاد به عنوان کتاب سال کودک توسط شهبانو فرح انتخاب بشه و دوستش لیلی امیر اجمند این رو معرفی کنه و در تمام کشور چاپ بشه و همه جا دربارش صحبت کنن. شوروی داره کارشو خیلی خوب انجام میده. شروع کرده از 1342-43 داره با کودکان کار میکنه، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. بعد همینجوری که این بچه‌ها دارن بزرگ میشن، خانم لیلی امیر اجمند هم جایگاه خودشو داره عوض میکنه. اول با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کار میکنه تا این نسل کودکان، بعد همراه این نسل میره مرحله بعدی، میره کتاب‌های آموزشی دبستان‌ها و مدارس رو شروع میکنه بررسی کردن، اونها رو تغییرات درش ایجاد میکنه، گرایشات مارکسیستی خودش رو تزریق میکنه به داخل این کتاب ها، به وزارت آموزش میاد، میره دست میندازه و همینجور همراه این بچه ها داره لیلی امیر اجمند هی جایگاه هایی قرار میگیره که کنار این بچه ها همچنان اینا رو تربیت انقلابی بکنه. این بچه ها باید تربیت انقلابی بشن. بچه هایی هستن که وقتی انقلاب میرسیم به سالهای انقلاب 56-57، حالا به سن جوانیشون رسیدن، اکثریت جامعه رو جوانان چپی که به مبارزات مسلحانه علیه حکومت اعتقاد دارن تشکیل میده. لوگوشون چیه؟ ماهی سیاه کوچولو. از دیگر چهره های جنجالی انقلاب که در کنار لیلی امیر ارجمند و زیر سایه امن فرح دیبا رشد کردن و به فعالیت های انقلابی علیه حکومت شاه مشغول بودند، دست راست لیلی امیر ارجمند خانم زهره کاظمی بود. وی در آستانه انقلاب اسلامی نام خود را به زهرا رهنورد تغییر داد و به ریاست دانشگاه از زهرا یا همان دانشگاه فرح پهلوی رسید. چطوریه که تمام انقلابیون سر از دفتر شهبانو فرح پهلوی در آوردن؟ سید حسین نصر میاد تو مسئولیت دفتر شهبانو فرح میاد بالا، رئیس بنیاد پهلویه، بعد میاد در زمان انقلاب کنار خمینی قرار میگیره، رئیس بنیاد علوی میشه، یعنی بنیاد پهلوی اسمش عوض میکنه میذاره بنیاد علوی، که بنیاد علوی حامی بسیاری از لابیست ها، گروه های لابی، تینک تنک های خارج از کشور، به ویژه توی واشنگتن بنیاد علویه، داره اونها رو حمایت میکنه برای تثبیت رژیم جمهوری اسلامی. پدرخواندش کیه؟ سید حسین نصر در واشنگتن. In New York, behind this elegant facade, you can plainly see a lobby's impact, a center and school made possible by the steady financial support of the foundation. A lobby is the quiet source of funds needed to make all this happen, a registered 501c nonprofit that facilitates the work of others. The foundation pays the mortgages for many of the schools and clinics they help, takes care of the logistical and administrative costs, and keeps facilities upgraded. Nearly $1 million is going to Rossi in New York this year alone. A new health clinic, free and open to all, is scheduled to open. Many are familiar with the lobby's calendar. Famous artists and photographers donate their work, all in an effort to introduce Persian culture to Americans. But Alavi's impact in the United States and beyond is global, helping schools, hospitals, universities, charities, and more. Harvard educates scholars on Persian culture after getting support from Alavi. The foundation has been helping universities financially for decades. Because they don't ask about anything, they just give their help and their support. But Alavi helps centers give back in other ways too. All this prep on a Sunday morning in Houston, it's not for some field trip or sports outing. It's food for people who would go hungry without it. Less than an hour from the nation's capital in Maryland, this center has been growing since the mid-90s with Alavi's help. Alavi has given more than $12 million to Islamic centers open to all. That's 60 centers teaching Persian language and history, funded partially by Alavi. 12 new medical clinics are scheduled to open this year across the United States. They're building in base in New York City since the early 1970s. مستقیماً مدیریت انقلاب در خیمه سرفرماندهی رو در ماه‌های پایانی انقلاب شخص فرح دیبا به عهده داشتن. این دست نوشته رضا قطبیه. دست نوشته رضا قطبی. همیشه سوال بود که چه کسی اون پیام من صدای انقلاب شما رو شنیدم رو نوشت برای شاه. خیلی ها درست جواب نمیدادن. آخر شهبانو فرح میدونست، هیچ وقت نمیمد درست بگه کی بود چی بود، ولی رضا قطبی با دست خط خودش این رو نوشت و جلوی شاه گذاشت. حتی خط خطی های دست خط رضا قطبی رو همینجا میبینید. یک نفر دیگه هم، این چند صفحه است
که این دستخط رو می‌بینید، اینا از اسنادیه که من از کتاب رفیق آیت الله بیرون گذاشتم. اما به این دستخط نگاه کنید، حالا با این دستخط مقایسش کنید. یک صفحه از این سند، یک صفحهش دستخط متفاوته. اینجا عبارت من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم، این عبارت معروف شاه که میگن جرقه فاز پایانی انقلاب رو زد، این دستخط سید حسین نصره. این صفحه رو به دستخطی که مطلبی که رضا قطبی مینویسه که شاه بخونه، سید حسین نصر میاد یک صفحه بهش اضافه میکنه و توی اون صفحه این قضیه رو میذاره. یکی از دوستان بسیار نزدیک و شاید اعضای فامیل رضا قطبی هم دستخطش اینجا هست که می نویسه رضا جون به هیچ وجه صلاح نیست کسی بفهمد یا حتی احتمال بدهد که تو نطق را نوشته ای. کم کسانی نیستند که از شاه تنفر دارند و به هر قیمتی مایلند از بین برود و اشتباهات خود را تکرار کرده و منفور همه شود. اگر بدانند تو این کلمات را نوشته ای، به خصوص از آنجا که بسیار مؤثر و دلنشین بوده، تصور خواهند کرد که تو مغز متفکر ایشان هستی و به این شکل تارگت خواهی شد. رضا جون، چرا با دستخط خودت نوشتی این سند رو؟ من اینها رو از توی کتاب رفیق آیت الله بیرون آوردم، برای اینکه واقعا نمیخواستم تیر پیکان به سمت شهبانوی ایران بره. گفتم خب خیلی از مردم ایران ممکن ناامید بشن، یعنی داد بیداد، پس ما امیدمون رو به کجا بستیم؟ کتاب خاطرات دکتر امیراسلان افشار، آخرین رئیس کل تشریفات محمد رضا شاه پهلوی، بخشی از کتاب با تیتر شاه صدای انقلاب شما را شنیدم، این کتاب نوشته گفتگوی آقای علی میرفتروس با دکتر امیراسلان افشار. آقای میرفتروس سوال میکنه از امیراسلان افشار، میگه من صدای انقلاب شما را شنیدم، پیامی که به نظر عموم کارشناسان باعث تشویق انقلابیون و قدرتگیری آیت الله خمینی گردید، شما در جریان نوشتن این پیام شاه بودید؟ امیراسلان افشار میگه بله، روزی که آقای ازهاری کابینه‌شان رو معرفی کردند و رفتند، اعلیحضرت بدون آنکه قبلا کمترین صحبتی در این باره کرده باشند، حدود ساعت 11:30 صبح به من فرمودند قرار است که من پیامی برای ملت ایران بفرستم و آن پیام را الان برای من خواهند آورد تا در ساعت 2 بعد از ظهر از اخبار رادیو و تلویزیون پخش شود. روزنامه نویس ها و فیلم بردار هایی که برای گزارش کابینه آقای ازهاری آمده بودند برای ضبط پیام اعلی حضرت همانجا ماندند. مدتی طول کشید و خبری از پیام نشد. پرسیدم که چرا دیر شده و پیام را نمی آورند. به من تلفن کردند و گفتند پیام را آقای سید حسین نصر و آقای رضا قطبی آوردند و به اتفاق حضور اولیا حضرت بردند. من به اعلی حضرت گفتم قربان پیام آماده است و بردند حضور اولیا حضرت. اعلی حضرت با کمی عصبانیت گفتند آخر این پیام چه ربطی به اولیا حضرت دارد؟ مگر اولیا حضرت میخواهند نطق کنند؟ چرا بردند آنجا؟ بگویید زود بیاورند اینجا. حدود ساعت 12:30 آقایان سید حسین نصر و رضا قطبی به دفتر من آمدند، پیام را آوردند و نشستند. من هم محض احتیاط آقای اصلانی که الان در کانادا هستند و خانم سودابه انصاری منشی تشریفات که الان در لندن هستند، این دو را خواستم که بیایند تا اگر قرار باشد چیزهایی نوشته یا اقدامی بشود حاضر باشند. آقایان سید حسین نصر و رضا قطبی در دفتر من منتظر ماندند و من حضور اعلی حضرت رفتم و عرض کردم که آقایان آمدند و پیام را آوردند. اعلی حضرت گفتند خیلی خوب باشه خبر میدم. قرار بود طبق معمول اعلی حضرت زنگ بزنند تا آقایان پیام را به حضور ایشان ببرند و اعلی حضرت پشت میزشان این پیام را بخوانند. در این موقع که همه ما منتظر بودیم تا اعلی حضرت ما را احضار کنند، ناگهان خود اعلی حضرت در را باز کردند و آمدند توی دفتر من. من بلافاصله بلند شدم تا اعلی حضرت به جای من بنشینند، ولی گفتن نه بشینید، همانجا بنشینید. خود اعلی حضرت روی صندلی روبروی من نشستند. بعد آقای قطبی پیام را به حضور اعلی حضرت دادند. اعلی حضرت به دقت پیام را خواندند و مرور کردند و چند دقیقه طول کشید و بعد با عصبانیت پیام را روی میز من انداختند و دو بار فرمودند من نباید این حرفا را بزنم.
آقای قطبی و آقای سید حسین نصر عرض کردند اعلی حضرت الان موقع رسیده که اعلی حضرت باید مطالبی را بفرمایند که برای ملت قابل قبول باشد و ملت هم آمادگی دارد ببیند اعلی حضرت چه می‌فرمایند. الان موقعی است که اعلی حضرت خودشان را در ردیف ملت بگذارند و طوری فرمایش بفرمایند که ملت قبول کند. اعلی حضرت چیزی نگفتند و به اتاقشان رفتند و این پیام هم روی میز من ماند. بعد دیدند که دیر می‌شود و تا ساعت پخش اخبار وقتی نمانده اعلی حضرت بار دیگر من را صدا کردند و من پیام را بردم پشت میزشان و اعلی حضرت شروع کردند به خواندن آن پیام. بنابراین این که آقای سید حسین نصر گفتند که من قبلا چندین بار این پیام را برای اعلی حضرت خواندم و پذیرفتند و بعد هم نطق کردند اصلا حقیقت ندارد، چون ساعت 11:30 صبح موقعی که قرار بود پیام برای خواندن به دست اعلی حضرت برسد به من فرمودند این پیام چرا نمیآید، کجاست این پیام، بگویید بیاورند، برای اینکه من بایستی حداقل یکی دو بار آن را بخوانم و در موقع خواندن توپق نزنم. بعد معلوم است که پیامی که می آمد ابتدا به ساکن بود و آورده بودند که اعلی حضرت همانطور که هست آن را بخواند. اگر پیام خوب بود و با نظر اعلی حضرت تهیه شده بود، پس چرا اعلی حضرت پیام را پرت کردند و گفتند من این حرفها را نباید بزنم؟ سازمان امنیت شوروی گروه‌های تروریستی رو توی کشور ایجاد کرده، اینها رو فرستاده به کمپ‌های پرورش تروریست توی کشورهای اطراف. و جالبه بدونید که خانم زهرا رهنورد یا همون زهره کاظمی هم در یمن خودش تعلیم میبینه توی یکی از کمپ‌های شوروی در یمن و بعد خودش یکی از تعلیم دهنده های اونجا هم میشه و بعد به ایران میاد و شروع میکنه. حالا در کنار، یعنی دست راست لیلی امیرارجمند، دوست صمیمی شهبانو هم هست و به دفتر شهبانو رفت و آمد داره. تعدادی از طلبه ها رفتن به شوروی تعلیم دیدن، مثل سید علی خامنه ای، مثل سید محمد موسوی خوئینی ها، مثل محمد محمدی نیکری شهری. اینا کسایی هستن که رفتن دوره دیدن و توی مراکز پرورش جاسوس شوروی. بعد اینا میان هر کدومشون یه سری از این لات و لوتا رو دور خودشون جمع میکنن. این لات و لوت ها در کنار آخوندها گروه های مختلف الوات رو دارن تشکیل میدن که مثلا دارن مبارزات مسلحانه با شاه میکنن. از طرف دیگه گروه های سازمان یافته شبه نظامی مثل چریکهای فدای خلق و سازمان مجاهدین هم وجود دارن. چریکهای فدای خلق که حالا همون کودکانی هستند که توسط کانون پرورش فکری رشد کردن، بزرگ شدن، اومدن، حالا ماهیسیای کوچولو لوگوی زندگی ایناست و اینا میان به سنین جوانیشون رسیدن، حالا آماده تعلیم دیده، اسلحه از شوروی از مرزها به دستشون رسیده، اسلحه های عمدتاً کلاشینکوف و آماده هستن. آماده چه کاری؟ 1346 یعنی 1967 فردی به اسم یوری آندروپوف میشه رئیس کاگبه. این افسر ارشد کاگبه بوده، حالا میشه رئیس کاگبه که بعداً هم طولانی ترین دوران ریاست بر کاگبه رو همین آقای یوری آندروپوف داشته که 18 سال رو اگر اشتباه نکنم 18 سال رو رئیس کاگبه میمونه و در نهایت هم به رهبری اتحاد جماهیر شوروی میرسه. یوری آندروپوف بسیار آدم باهوشی بود و کسی بود که تز این که از دنیای اسلام استفاده بکنیم علیه آمریکا و اسرائیل و بیایم آخوندها رو تعلیم بدیم از طرح‌های یوری آندروپوف بود. آندروپوف وقتی به ریاست کاگبه میرسه در 1967 اعلام میکنه یک تیمی تشکیل بشه در ایران بویژه که گروه‌های تروریستی شکل بگیرن، اهدافی رو شناسایی بکنن، فاز پایانی انقلاب رو اینا میخوان بیان کلید بزنن، ادارات دولتی، مشروب فروشی ها، سینما ها، وزارتخونه ها، دربار، اینها هدف قرار بگیرن و شناسایی اهداف انجام بشه، اهدافی که قرار مورد حمله قرار بگیره، تا روز موعود که نیاز هست بتونن از این نیروها استفاده کنن. این نیروها تعلیم دیدن، توی خونه های تیمی دارن زندگی میکنن، سالیان سال آمادگی کامل نظامی دارن، تشکیلاتی آمادگی کامل دارن. اسنادش توی همین اسناد آرشیو سازمان امنیت شوروی هست که چطور وابستگی سنگینی هم بین این گروه ها و جریانات سازمان امنیت شوروی وجود داره. 46 1967 که آندروپوف رئیس شده، زمانیه که به شاه پیشنهادی داده میشه که شما بیاید و شهبانو فرح رو نیابت سلطنت، نایب السلطنه کنید. تغییرات در قانون اساسی رو ایجاد میکنن و پیشنهادها از طرف خود شهبانو هم داره مطرح میشه که حالا دیگه فرزند پسر هم وجود داره که ولیعهد شناخته شده از طرف پادشاه و قرار میشه تا ولیعهد طبق قانون اساسی بیاد به سن قانونی برسه که بتونه پادشاهی رو به دست بگیره، شهبانو به عنوان
نایب سلطنه باشه و قدرت در اختیار ایشون باشه. این اتفاق همزمان با ریاست یوری آندروپوف به کاگبه و شروع مرحله جدید. حالا اگر قرار قدرت قبضه بشه توسط شهبانو، باید زمینه فراهم بشه. تلویزیون ملی ایران در اختیار دختر پسردایی شهبانو. تلویزیون ملی ایران شروع میکنه با پخش مجموعه ای از برنامه ها و اخبار. خزنده با بکارگیری کسانی مثل پرویز نیکخواه و اینها میره سراغ لایه های مختلف اجتماعی. مردم قرار از شاه نفرت پیدا کنه. توی تمام برنامه های تلویزیونی فاصله طبقاتی بین شاه و مردم، مردمی که حالا درست جامعه ایران داره با سرعت به سمت صنعتی شدن میره، رشد اقتصادی بسیار بالایی داره، اما توی این سرعت به سمت صنعتی شدن همیشه یک بخشی از جامعه جا میمونه توی این سرعت. اون بخشی که جا مونده داره سعی میکنه خودشو برسونه، داره رشد رو میبینه. تمام نقاط دیگه کشور، شهرهای کوچیک، روستاها دارن از طریق تلویزیون میبینن یه طبقه لاکچری خیلی بزرگ ایجاد شده، شاه هم دائم توی طلا غرقه، تاج و تخت و طلا و دیوار و هواپیما طلا، دیوار طلا، تخت طلا، تاج طلا، الماس. مردم گرسنه. کجا داره این چیزا رو به مردم نشون میده؟ تلویزیون ملی ایران. چه چیزای دیگه ای به مردم نشون میده؟ اما شاه اینجوریه. ملکه میره جزامی ها رو میبوسه، میره با فقرا سر میکنه، میره به ایلها و عشایر سر میزنه. ملکه خوبه، شاه بده، شاه منفوره، شاه پر از تجمله، شاه درد گرسنگی مردم رو نمیفهمه، شاه 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 و ملکه آخه سیندرلا. چه چیزای دیگه ای تلویزیون داره به مردم نشون میده؟ سخنم را با گفته ای از مولا حسین شهید بزرگ خلقهای خاورمیانه آغاز می کنم. من که یک مارکسیست لنینیست هستم، برای نخستین بار عدالت اجتماعی را در مکتب اسلام جستم. تلویزیون داره به مردم یک کمونیستی رو نشون میده که قراره با یک گروه 12 نفره قرار بوده برن ملکه ایران رو، عجب همه جا هم ملکه است، قرار بوده برن شهبانو فرح و ولیعهد رو بدزدن و بعد از آدم ربایی یه سری درخواستایی داشته باشن که زندانیامون رو آزاد کنید. از این صحبت آیا یه همچین چیزی از اساس درسته؟ نه، درست نیست. من با یکی از اعضای تیم خسرو گل سرخی توی زندان بودم. توی اون 5 سال و اندی که زندان بودم، ایرج جمشیدی که الان مدیر مسئول مؤسسه آسیا هست در تهران، ایرج جمشیدی توی اون سالهای زندان برای ما تعریف میکرد، میگفت اصلا قرار یک همچین چیزی نبود. و اصلا تمام این چیزی که اینا میگفتن، دزدی ملکه و ولیعهد و فلان و اینا، میگفت اینا همه فقط میگفت صحبت بود. ما دور هم دیگه جمع شدیم چند نفر که خود گل سرخی بود و همین آقای ایرج جمشیدی و اینا بودن و یه چند تا دختر بودن، چند تا پسر، اون دختر خانمی هم به اسم شکوه فرهنگ با اونها بودن که الان به اسم شکوه میرزادگی میشناسین ایشون رو. و فقط حرف شده بود که آره بیاین یه همچی کاری بکنیم، نظرتون چیه که مثلا ما بیاین بریم بدزدیم شهبانو و ولیعهد رو و بیاین درخواست بکنیم زندانیان. همین، در همین حد این قضیه لو میره، میان اینا رو دستگیر میکنن، میندازن زندان. اصل قضیه که اصلا چجوری این داستان میاد مطرح میشه مشکوکه. بعد که میان دستگیرشون میکنن، کی داره گرای اینا رو میده که بیان دستگیر بشن؟ بعد آقای رضا قطبی، این مأمور کاگبه با کد نیم رایان، در تلویزیون ملی ایران دادگاه یک کسی رو که حالا دارن ادعا میکنن تروریست آدم رباه، دادگاه این رو میاد نشون میده به همه مردم. و ایشون هم توی دادگاه با سیبیل های چخماخی خودش وای میسته، یک مارکسیستی که از امام حسین داره میگه، یعنی همزمان که شریعتی جلال آل احمد و محمد نخشب اونور دارن جنبش سوسیالیست های خداپرست رو میبرن جلو، یوری آندروپوف رهبر رئیس جدید کاگبه برمیگرده خطاب به جنرال ایان میهای پاچپا رئیس سیکرت سرویس رومانی که متحد بزرگ شوروی بوده تو جریانات جنگ سرد. رئیس کاگبه یوری آندروپوف به جنرال پاچپای میگه که ما از
ارتش 1 میلیارد نفره مسلمان ها میخوایم علیه آمریکا و اسرائیل استفاده بکنیم. تا حالا اصلا اشتباه کردیم، خودمون مستقیم رفتیم تو این جنگ با آمریکا و اسرائیل. اینا رو باید بندازیم جلو که اینا برن این کارو برای ما انجام بدن. و عملا نزدیکی بین مارکسیست ها و اسلام گراها از مرکز، از مسکو، از سازمان امنیت شوروی داره ترویج میشه. اینور سوسیالیست های خداپرست دارن تو بوق و کرونا میکنن، از اونور گروه های شبه نظامی که داره شکل میگیره توی کشور. شما میبینید تو لوگوی این گروه ها هم آیه قرآن هست، هم داس و چکش شوروی هست، سازمان مجاهدین خلق، از اونور چریکای فدای خلق. همه اینها که وابستگی به جریانات شوروی دارن، همشون یه جوری تو خیلی هاشون اسلام گرایی رو هم میبینید. حالا توی تلویزیون سراسری ایران، مردم ایران که نمیدونن چه اتفاقاتی داره میفته، شاهد هستن که یک آقایی اومده ایستاده، خیلی شجاعه، در دادگاهی علیه پادشاه ایران ایستاده است و میگوید من به راه امام حسین میروم و این حرفا. کی؟ خسرو گل سرخی. بعدم میبرن اینو اعدامش میکنن. از همش بدتر، قهرمانی توسط رضا قطبی ساخته میشه در تلویزیون علیه شاه، و بعد هم این شاه دیکتاتور جنایتکار ستمگری که آقای قطبی داره این رو ازش تصویر میکنه، این شاه گفت برید بکشید آقای خسرو گل سرخی رو. تمام طرح‌ها رو دارن علیه شاه میچینن. خب پس یک جریانی اونجا بوده که داره نفرت از شاه رو ترویج میده در حلقه ملکه ایران. دیگه چه کارایی میکنن؟ به عرصه هنر و ادبیات و سینما نگاه کن. کریم آقامونم بود. کریم؟ کدوم کریم؟ فیلم های خیلی مردم پسندی هست، مردم خیلی دوست دارن فیلم هایی که داره میاد، کتاب هایی که داره منتشر میشه، فیلم هایی که داره میاد. بیش از هر چیزی داره یه جورایی بیقانونی رو ترویج میده، قتل های ناموسی. اصلا پلیس رو شما تقریبا نمیبینید تو فیلم های ایران، قانونی انگار اونجاها وجود نداره، دادگاه ها همه چیز هستن، همه فاسدن، سیاسیون همه فاسدن یه جورایی، پلیس هم نیست، هر کی هر کاری میخواد بکنه خودش بره انجام بده، خودتون برید انتقام بگیرید، خودتون آی قیصر بکش پاشنه رو بالا، خودت برو. پلیس کو؟ امنیت کو؟ آی این کشور اصلا امنیتی توش وجود داره؟ بله جذابیت دارن این چیزها، ولی یک فرهنگی داره توی کشور ترویج میشه که فرهنگ بیقانونیه، فرهنگ پایین آوردن اعتماد مردم به نیروهای امنیتیه، و در کنارش سیستم‌های کمونیستی داره ترویج میشه. همه چیز باید دولتی باشد، همه کار را باید دولت انجام بده. خب این دقیقاً سیستم کمونیستی دقیقاً همینو میگه، بخش خصوصی رو عملاً هی میخواد از صحنه خارج کنه و دولت کنترل همه چیز رو به دست بگیره. یک سری چیزهای دیگه هم تلویزیون نشون میده. تیم شهبانو به ویژه مادر فرح میگه یک جشن هنر شیراز رو پیشنهاد میده را بندازه. حالا مردم بیچاره گرفتار گرسنه، کشور داره پیشرفت میکنه به سمت صنعتی شدن داره میره، ولی هنوز نمیرسن همه که. یه دفعه مردم توی تلویزیون آقای رضا قطبی به درخواست در واقع عمه خودش مادر فرح میاد و چه چیزایی رو نشون میده؟ جشن هنر شیراز. آقا لختی ها ریختن، آی مذهبیون، آی مردم مذهبی غیرتتون درد بگیره. جشن های 2500 ساله رو حالا بیایم راه بندازیم، تمام اینها میبینید از کجا داره میاد؟ همش داره از سمت مشاوران ملکه داره میاد. بریز و بپاش هایی رو در تلویزیون نشون بدیم در حین این که مردم مشکل دارن، تا چی بشه؟ شوروی داره سعی میکنه فاصله طبقاتی بسیار سنگینی رو نشون بده و یک فاصله عمیقی رو بین شاهنشاهی ایران
و مردم نشون بده که آقا نگاه کنید پادشاه درد شما رو نداره، مردم پادشاه برای خودش داره. همین حرفا رو به فیلم آرگو که اتفاقا کمونیستا نریشن فیلم آرگو رو نوشتن و خوندن که اسکار هم گرفت چند سال اخیر، به نفلک تهیهش کرده بود. توی فیلم آرگو، اول فیلم آرگو، دو دقیقه نیم اولش نگاه کنید، داره میگه در شرایطی که همسر شاه در شیر داشت دوش میگرفت و نمیدونم فلان میکرد و خود شاه نمیدونم داشت بریز و به پاش و طلا و اینها، مردم گرسنه و بدبخت بودن و این، یعنی این فاصله طبقاتی رو که شوروی میخواد نشون بده دقیقاً داره رضا قطبی براش نشون میده. مأمور حقوق بگیر سازمان امنیت شوروی به سردایی شهبانوی ایران نشسته توی تنها تلویزیون سراسری که تو کشور وجود داره، تلویزیون ملی ایران، و داره فقط شاه رو و شاهنشاهی ایران رو خراب میکنه، از بدبختی ها میگه، مردم رو ناامید میکنه، مردم متدین رو بدبین میکنه به حکومت. شوروی داره کارشو خوب انجام میده، دقیقاً اون کاری که میخواد داره رضا قطبی براش انجام میده، دقیقاً اون کاری که میخواد داره براش انجام میده. یه چیزای دیگه هم حالا احتیاج هست اینجا فراهم بشه. تیم مشاورانی که شهبانو برای خودش درست کرده پیشنهاد میکنن همه احزاب ایران نابود بشن، منحل بشن و یک حزب به اسم حزب رستاخیز شکل بگیره. در زمانی که شوروی توی 11 کشور عربی منطقه احزابی رو به اسم احزاب بعث راه انداخته، که احزاب بعث احزاب تحت حمایت سازمان امنیت شوروی تو کشورهای عربی اسلامی هستن برای اینکه بیان به قدرت برسن. توی دو تا از کشورها هم میان به قدرت میرسن، در عراق و سوریه حزب بعث میاد به قدرت میرسه با حمایت کامل سازمان امنیت شوروی، در کشورهای دیگه موفق نمیشن، احزاب بعث عملا منحل میشه توی اون کشورهای دیگه عربی. اما همزمان با اونها از تیم مشاوران شهبانو فرح یه دفعه یکی میاد پیشنهاد میکنه احزاب ایران رو منحل کنید، حزب رستاخیز بسازید. شاهی که تا قبل از آشنایی با فرح حکومت‌های تک حزبی رو مسخره میکرد، بهشون میخندید، حکومت‌های کمونیستی تک حزبی رو، یه دفعه تسلیم میشه در برابر شهبانو و میگه باشه احزاب رو منحل کنید، حزب رستاخیز رو بسازید. همینجوری داره حلقه محاصره تنگ میشه. حالا دیگه احتیاج به چی دارن؟ احتیاج به این دارن که یک نخست وزیر آزاده‌ای که داره خیلی کار میکنه سر کار هست، امیر عباس هویدا. 13 سال اقتصاد ایران رو داره با سرعت جلو میبره، مردیه که دزد نیست، شرافتمنده. امیر عباس هویدا رو باید بذاریم کنار، شروع میکنن براش توطئه چینی. هویدا رو بزنید کنار، تازه کنارم بزنید نه کافی نیست، بندازید زندان، چون جلوی زیاده روی های اینا رو داره میگیره تیم اینا رو. تمام کسانی رو که به محمد رضا شاه پهلوی نزدیک هستن، بهشون شاهنشاه ایران اعتماد داره، همه اونها رو بزنید کنار. ارتباط با خاندان پهلوی قطع بشه. شهبانو اصلا علاقه ای نداشت که فرزندانش از آلاش چیزی بدونن، از خدمات پدر بزرگشون چیزی بدونن و ارتباط فرزندانش رو با خانواده، با ریشه خودشون در آلاشت قطع میکنه و به جای اون فرزندان باید با دیباها در ارتباط باشن. بسیاری از نزدیکان فرح رو شما فامیل، آشناها، دوستا دارید توی تصمیم گیری های ارسلی کشور میبینید. خاندان پهلوی به حاشیه رونده شدن. شاید الان بتونید درک بکنید که وقتی شاهزاده میاد توی همین چند ماه اخیر توی مصاحبه هایی که میکنه هیچ وقت از پدرش و پدر بزرگش دفاع نمی کرده. اخیراً چند هفته است بعد از اینکه حالا بحث های مقدار بالا گرفته یه دفعه یادش افتاده که از خدمات پدر و پدر بزرگ باید دفاع کرد. همیشه به نوعی پدرش رو یک ستمگر می دونه، یک شکنجهگر می دونه. شاهزاده پدر خودش رو چطوری؟ پدر بزرگش رو قلدر می دونه. توی مصاحبه میاد میشینه بهش درباره پدر بزرگی سوال میکنن، میگن خود تو نمیخوای چون، میگه من که نمیتونم، همینجور دستشو حرکت میده، من که نمیتونم مثل پدر بزرگم قلدر باشم. سوال من اینه، شاهزاده که پدر بزرگش رو که ندیده، رضا شاه بزرگ در دوران انقلاب هم که خب قبل از انقلاب که نوجوان بوده، بعدش هم آمریکا بوده، کی در گوش شاهزاده در تمام سالهای زندگیش خونده پدر بزرگ تو یک قلدر بود؟
و پدر تو ستمگر بود، دیکتاتور بود. کی در گوش شاهزاده تمام این سالها این چیزها رو خونده؟ ما 11 سال، من اومدم خارج از کشور به اتفاق تمام دوستانمون توی کنگره ملی ایرانیان، مشغول این بودیم و هستیم که سیاستمدارای آمریکایی رو، کنگرسمنها و سناتورها رو تک تک علیه رژیم جمهوری اسلامی بشورونیم، بقبولونیم بهشون که باید سپاه پاسداران رو در زمره گروه‌های تروریستی قرار بدن و تحریمش بکنن. بعد یه دفعه شاهدیم وسط این همه فعالیت‌های ما که داریم تک تک دونه به دونه شبانه روز داریم تو راهروهای کنگره میچرخیم و ذهن سیاستمدارای آمریکایی رو میاریم روی این که تغییر رژیم جمهوری اسلامی باید سیاست کار باشه، سپاه پاسداران باید گروه تروریستی شناخته بشه، باید تحریم بشه، باید فلان بشه. یه دفعه میبینیم شاهزاده میره میشینه با اینا صحبت میکنه، میگه نه نه نه، سپاه پاسداران رو تحریم نکنید، سپاه پاسداران باید ما بهشون تضمین بدیم که امنیتشون برقرار خواهد بود، چون اینا قراره در تغییرات حضور داشته باشن، سهم داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی سپاه پاسداران و بسیج قراره کودتا کنن، در تغییرات حضور داشته باشن و بعد از تغییرات اینا قراره امنیت و آرامش رو بر کشور حاکم کنن. آیا تمام سپاهی ها تروریستن؟ نه. برای همینه که من به ایرانیانی که در اونیفرم هستن، چه در ارتش باشن، چه عضو سپاه باشن، چه بسیجی باشن، گفتن آقا جان وقت این رسیده که شما پاتون از این نظام بکشید و به مردم ایران ملحق بشید. شما تروریست نیستین، شما کسانی هستین که رفتین در ایران و از در مقابل ارتش عراق وایستادید، جنگیدید، جان باختید، جانباز دارید، چه در ارتش چه در سپاه، شما جزی از مردم ایران هستید. یعنی شاهزاده نمیدونه کسایی که دارن این حرفا رو بهش میزنن آدم های مسئله دارین، با سپاه پاسداران در ارتباطن، حالا به اسم گمنامیان و غیر گمنامیان اومدن کنارش گرفتن، حالا هر کسی که هست و داره گولش میزنه، آیا اینا رو نمیدونه؟ من بارها و بارها درخواست کردم از همه رهبران اپوزیشن، به ویژه اسم آوردم از شاهزاده رضا پهلوی و شهبانو فرح، گفتم من دوست دارم بیانیه شما را در حمایت از این گزارش وزارت خارجه آمریکا که دختر رئیس جمهور ایوانکا ترامپ هم اومده با کمک سازمان ملل متحد هم تهیه شده و این گزارش داره میگه 10,000 دختر کودک و نوجوان ایرانی توسط شبکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارن قاچاق میشن و در کشورهای اطراف ایران دارن به فروش میرسن، داره بهشون تجاوز میشه و بعدش هم احشای بدنشون داره جدا میشه زنده زنده و به فروش میرسه. من اومدم خواستم از شاهزاده و شهبانو که میشه بیاید یک بیانیه در محکومیت سپاه پاسداران بدید، حالا که اسم سپاه پاسداران تو گزارش کنگره، تو گزارش وزارت خارجه آمریکا اومده. شما شنیدید؟ شما شنیدید بیانیه از طرف اینها بیاد؟ شهبانویی که وقتی دوتا از تابلوهاش رو از فلان نمایشگاه در میدان شهیاد جابجا میکنن، سریع نامه مینویسه به مسئولین جمهوری اسلامی، سریع بیانیه میده و که آی نکنید من با خون دل اون تابلوها رو اونجا گذاشتم. یعنی برای شهبانو مهم نیست که سپاه پاسداران اثبات شده که شبکه‌ای برای فروش دختران کودک و نوجوان ایرانی 10,000، نه یه نفر دو نفر، شکل داده؟ آیا برای اینا مهم نیست؟ میدونید چرا نمیدن؟ برای اینکه کسانی اومدن در کنار اینا و گفتن سپاه پاسداران شاهزاده طرفدار شماست. من این حرفا رو هوا نمیزنم، برای اینکه خود من سال 2013 من عضو منتخب شورای عالی شورای ملی شدم، وارد شورای عالی شدیم، رأی دادن مردم، رفتیم تو و توی اولین جلسه شورای عالی اومدیم همین بحثا رو مطرح کردیم. بعد دیدیم که حالا از دفتر سیاسی یک خانم و آقای اونجا بودن، میگفتن که سران سپاه پاسداران با شاهزاده تماس گرفتن و گفتن شاهزاده شما به ما تضمین بدید، ما از شما حمایت میکنیم. که من همون موقع گفتم بچه شدین؟ میدونین اصلا سپاه پاسداران چیه؟ اولا من همیشه خودمو به عنوان رضا پهلوی معرفی کردم به همیهنان، به قول رضا فاضلی عزیز روح شاد، میگفت شاهزاده رضا پهلوی هواپیمای خودشو وسط باند فرودگاه پارک کرده، نه کنار میره که بقیه هواپیماها بپرن، نه خودش میپره.
همین وسط بایند هواپیما نشسته. من فکر میکنم دیگه وقتشه که با سیمبوکسل هواپیمای شاهزاده و مادرشون رو از وسط باند فرودگاه کنار ببریم تا اپوزیشن لااقل بتونه حرکت بکنه، تا لااقل مردم دیگه امید واهی نداشته باشن، به جایی که وقتی جوانها در هفتم آبان را میفتن میرن در یک حرکت خودجوش، میرن دست به دامن کوروش بزرگ بشن در پاسارگاد، میرن اونجا و از پدر ایران میخوان که کوروش ما رو نجات بده از رژیم جمهوری اسلامی، و میرن اونجا و فریاد میزنن ما ایرانی هستیم عرب نمی پرستیم، ما ایرانی هستیم عرب نمی پرستیم، ما ایرانی هستیم عرب نمی پرستیم، ما ایرانی هستیم. شاهزاده بیاد بیانیه بده علیه این بچه ها، بگه اینها نژاد پرستن، آب یخ بریزه رو امید این بچه ها. مسلمن این مسئله بسیار کلیدیست که ما پرهیز بکنیم از کسانی که با نیت تخریب ایران و تجزیه ایران شعارهای تجزیه طلبانه و یا شعارهای قومی راه میدازن که مردم رو گمراه بکنن و بعضی ها رو با اون سو بکشن. آنچه که امروز در پاسارگاد دیدیم نشون دهنده ملیگرایی راستین مردم هست. حواستون باشه هم میهنان، نگذارید رژیم با یه سری شعارهای به ظاهر ملیگرایانه یک نوع برخورد فاشیستی دیگه رو بخوان به شما غالب بکنن در برخورد با همسایگانمون کشورهای عرب یا سایر ملیت ها. این یک ترفند دیگری است که رژیم به کار میگیره و یا خواهد گرفت و باعثی از همکنون بر حذر باشید و تو این تله نیفتید. اولا کسی قرار نبود علیه اسلام اقدامی صورت بده. این که میگن ما ایرانی هستیم عرب نمی پرستیم، یعنی این که شیعه سیاسی حاکم بر ایران مردم ایران رو وادار میکنه به پرستش امامان عرب. بچه ها نگفتن ما ضد عربیم، عرب های ایرانی، کردها، آذری ها، بلوچ ها، سیستانی ها، ترکمن ها، همه اینها ایرانی هن، همه ایرانی هستیم، لورها، همه. کسی ضد هیچ نژادی اونجا اقدام نکرد. شاهزاده که سریع رگ غیرت درد گرفت و اومدی علیه بچه هایی که خودجوش ده ها هزار نفرشون رفتن دست به دامن پدر ایران شدن، کوروش بزرگ، که نجاتمون بده، کمکمون کن. خب اگر شاهزاده نمیتونی هدایت بکنی، برو کنار، دست مادرت رو بگیر، برو زندگیت رو بکن، برو عکس هات رو بگیر، نزار این مردم امید واهی بهت ببندن که حتی در حد یک بیانیه برای محکومیت سپاه پاسداران حاضر نباشی اقدام کنی، حتی در حد یک بیانیه که فقط 5 دقیقه وقتت رو میگیره روی میز کارت توی گاراژ خونت که به عنوان دفتر خودت ازش یاد میکنی، اون طبقه بالا میتونی یه کاغذ بذاری، یک پاراگراف بنویسی که سپاه پاسداران رو به خاطر قاچاق دختران ایرانی محکوم میکنیم. همین، چرا نکردی؟ پس اگر نمیتونی هدایت بکنی مبارزه رو، برو کنار. پس اگر میایم میگیم آقا جنبش قانون اساسی رو راه بندازیم، قانون اساسی پیشنهادی برای ایران آینده نوشته بشه و بذاریم قانون اساسی رهبر ما باشه، نه هیچ فرد یا گروهی، و تو رو دعوت میکنیم شاهزاده تشریف بیارید در کنگره در کنار بقیه بشینید، با عزت و احترام از شما دعوت میشه، به جای اینکه دعوت رو بپذیری و بیای بشینی، بیانیه میدی علیه کنفرانس و میگی هر کی در این کنفرانس شرکت بکنه خیانتکاره، هر کسی که هر کاری بخواد بره علیه جمهوری اسلامی انجام بده خیانتکار شاهزاده، و خود شما هم حاضر نیستی بری کاری انجام بدی، فقط میتونی تو نمایش‌های تلویزیونی بیای هر از گاهی حرف بزنی و بعد بری محو بشی. ارائه یک پیمان نوین است که پاسخی است به پیام‌های بیشمار شما که به درستی نگران اکنون و آینده ایران هستید. مرحله پایانی فعالیت‌های فرح دیبا برای اینکه پادشاهی ایران رو زمین بزنه، نه که زمین بزنه، نمیخواست واقعا زمین بزنه، قدرت طلبی های فرح این مشکل رو به بار آورد. فرح نایب السلطنه است، شرایط رو آماده کرده در کشور، احزاب رو از بین برده، تمام نزدیکان شاه دور شدن، اعضای خانواده پهلوی همه دور شدن از شاه، شاه تنهای تنها شده در دربار، مونده شاه و نزدیکان فرح.
نامزد سابقش رو میذاره فلان جای دفتر کار کن، اون یکی دوستش رو میذاره رئیس دفتر بشو. سید حسین نصر نواده شیخ فضل الله نوری، کسی که بدترین خیانت رو به قانون اساسی مشروطه کرد با تزریق متمم قانون اساسی، سید حسین نصر میاد میشه همه کاره دفتر شهبانو فرح و تصمیم گیرنده. سید حسین نصر کیه؟ این مجله مال کجاست؟ این مجله در جمهوری اسلامی چاپ شده آبان ماه 1389. اوکی، خب چی میگه؟ گفتگو با سید حسین نصر. فلسفه اسلامی آزادی میخواهد. عکس روی جلد مجله سید حسین نصره که الان هم توی واشنگتن دی سی با شهبانو فرح در ارتباطه، با هم ملاقات میکنن، دیدار میکنن. سید حسین نصر پدرخوانده مجموعه گروه های لابی جمهوری اسلامی در آمریکاست. همین چند سال پیش آقای الویری، یک طلبه جوانی که از جمهوری اسلامی اومده توی واشنگتن، توی مرکز اسلامی واشنگتن داره وضو میگیره، سید حسین نصر اونجا میبینه. خاطرش رو خود الویری وقتی برمیگرده ایران تعریف میکنه، توی یکی از مجلات جمهوری اسلامی چاپ میکنه، که میگه من استاد گرانقدر سید حسین نصر را دیدم، با ایشان صحبت کردم و گفتم که ایشان برای من پیام دادن، گفتن به آقای خامنه‌ای به مقام معظم رهبری بفرمایید. سید حسین نصر داره پیام میده از طریق الویری که بگید که بودجه بفرستن برای اینکه من کرسی شیعه شناسی رو در دانشگاه جورج واشنگتن، تا الان که من تو دانشگاه جورج واشنگتن مشغول کار هستم، این کرسی شیعه شناسی رو اینجا راه بندازم. من به زودی دارم بازنشست میشم، اگر بازنشست بشم دیگه این فرصت رو از دست میدید، لطفاً بودجه کافی رو بفرستید من این کارو بکنم برای دانشگاه جورج واشنگتن. سید حسین نصر رئیس بنیاد پهلوی، که بنیاد پهلوی اسمشو میکنه بنیاد علوی، بنیاد علوی میشه اسپانسر مالی بسیاری از فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی و برای تثبیت جمهوری اسلامی تیم تنک‌های فراوونی رو میزنه که به اون تیم تنک‌ها خیلی هم کمک‌های مالی میکنه و این بنیاد علوی میلیاردها دلار پول، سرمایه، امکانات، ساختمان در ایالات متحده آمریکا داره و ظرف چند سال گذشته توسط پلیس FBI دونه دونه ساختمان‌هاش داره مصادره میشه، اموال بنیاد علوی داره مصادره میشه به اتهام حمایت از فعالیت‌های تروریستی رژیم جمهوری اسلامی. پدرخوانده همه اینا کیه؟ سید حسین نصر. پسرش میره میشه مشاور اوباما، که اوباما داره مذاکره میکنه با رژیم جمهوری اسلامی، ولی نصر. سید حسین نصر در زمانی که توی دفتر شهبانو فرح داره کار میکنه، یک جوانکی براش اونجا داره کار میکنه. این چهره غلامعلی حداد عادل، چمدون کش و نوچه سید حسین نصر در اون دوران، این جوانه که با سید علی خامنه‌ای هم در ارتباطه، با تیم خمینی هم در ارتباطه، و بعدا دختر این آدم آقای حداد عادل با پسر خامنه‌ای، پسر مورد علاقه خامنه‌ای ازدواج میکنه. اون وقت این آدم توی دفتر شهبانوه در دوران انقلاب، و بعد از انقلاب میشه چیکاره؟ تا ریاست مجلس شورای اسلامی هم میاد جلو. سرعت تحولات انقلاب داره زیاد میشه. رسیدیم به تابستون سال 1357. شوروی دستور رو صادر میکنه. اگه یادتون باشه گفتم آندروپوف، یوری آندروپوف، رئیس کاگبه گفته بود از 1967 شروع کنن اهداف رو شناسایی بکنن برای حمله، و دستور صادر میشه در پاییز سال 1357 بعد از اینکه جرقه رو در سینما رکس آبادان زدن و 29 سینمای دیگر در سراسر کشور به آتیش کشیدن. سید احمد خمینی خودش سینمای قم رو میره آتیش میزنه، تو اخبارم همه اینها میاد. دستور آتش زدن سینماها توسط کاگبه صادر شده، تو اسناد کاگبه هست، تو کتاب آرشیو میتروخین. و سینما رکس آتیش میگیره، خامنه ای میاد تو آتش زدن سینما رکس هم، خودش، تیم فلاحیان، همه اینها میبینید همشون هم به هم وصلن، نقش دارن. بعد ماجرای 17 شهریور پیش میاد. کشور آرامه، اما یک جاهایی در کشور داره یک حرکتایی صورت میگیره که کاملا معلومه یک گروهای تروریستی تعلیم دیده ای در نقاطی از کشور دارن آشوب به پا میکنن.
و یک جریانی داره سعی میکنه هر جایی آشوب به پا میشه این آشوب رو بیاره روی صفحه بزرگ به شاه نشون بده توی دربار، که شاه اعتماد به نفس خودش رو از دست بده، که شاه باور کنه مردم ازش نفرت دارن. تلویزیون ملی ایران این وظیفه رو به عهده گرفته. حالا جمشید آموزگار از مرداد سال 56 اومده شده نخست وزیر تا 5 شهریور 57. بعد میخوان نخست وزیر بعدی رو انتخاب کنن. شاه تصمیم میگیره شریف امامی رو انتخاب کنه. شهبانو فرح به شدت مخالفت میکنه، چون شریف امامی توی چیز نیست، توی خط حلقه شوروی نیست. فرح میخواد همه چیز رو تحت کنترل داشته باشه. ولی هوشنگ نهاوندی در تو کتاب بازیگران عصر پهلوی از فروغی تا فردوست که محمود طلویی این کتاب رو می‌نویسه، صفحه 662 رو اگر نگاه بکنید، از قول هوشنگ نهاوندی نوشته میشه که بعد از اینکه آموزگار استعفا میده قرار میشه شاه شریف امامی رو بیاره بالا، ولی فرح به شدت مخالف این قضیه است. فرح میخواسته، تو نظرش بوده، خود هوشنگ نهاوندی رو بیاره روی کار. و شاه برمیگرده میگه من به هیچ عنوان اجازه نمیدم که آدم فرح بیاد نخست وزیر بشه. حالا شاه داره میبینه چه اتفاقی داره میفته دیگه. رسیدیم به تابستون سال 57. شاه داره میبینه همه چیز از دستش خارج کردن. دیگه هیچ قدرتی نداره. تمام اطرافیانش هم رفتن، همه رو بردن و فرح همه خودی‌های خودش رو آورد نشون به جاشون. و کلمه رو نگاه کنید، شاه از کلمه آدم فرح استفاده میکنه، میگه من به هیچ عنوان اجازه نمیدم که آدم فرح بیاد تو این شرایط نخست وزیر بشه. حالا کاگبه دستور فرمان آتش به اختیار صادر میکنه. تمام اون نیروهای تعلیم دیده که هدفها رو مشخص کرده بودن توسط سازمان امنیت شوروی میریزن توی خیابونهای مخصوصی در تهران. اولا میرن با تهدید میرن سراغ بازار، برخی از بازاریان رو هم کشیدن به کار که بازار باید اعتصاب بکنه. بعد میان توی خیابونها شروع میکنن، نیروهای شبه نظامی با کلاشینکوف میرن ادارات دولتی رو شروع میکنن به آتیش میکشن. تو چند تا خیابون محدود این اتفاق داره میفته. به ادارات دولتی حمله میکنن، به مشروب فروشی ها، به سینماها شروع میکنن این نیروهای شبه نظامی حمله کردن. پاییز سال 57 هستیم، خیلی محدود، خیلی از جای کشور اصلا نمیشنون این چیزا رو، خیابون بغل دستی نمیشنیده. تهران به این بزرگی، شریف امامی نخست وزیره، فرح به شدت مخالف نخست وزیری شریف امامیه و داره شرایط فراهم میشه که اعلام بشه آقا این نمیتونه این کار رو انجام بده. تلویزیون ملی ایران رضا قطبی داره میاد شکار میکنه این صحنه ها رو. رضا قطبی هم هرچی کمونیست بود آورد استخدام کرد اطراف خودش، چند تا آدمی هم که تونسته بودن از دست اینا در بدن، آدمای حالا مارکسیست و چپی و کمونیست نبودن، تو تلویزیون کار میکردن، زیر فشار شدید مارکسیستا قرار دارن. رضا قطبی دوربین های تلویزیون میفرسته هر جایی که دارن این نیروهای شبه نظامی حمله میکنن، یه جایی رو دارن نابود میکنن، میفرستن برن اونجا که همه کشور توی تلویزیون ملی ایران این صحنه رو ببینن. بهتون گفتم انقلاب در چادر سرفرماندهی، حرکات موضعی مقطعی که توسط گروه های کوچیک چریکی تعلیم دیده توسط سازمان امنیت شوروی داره انجام میشه. مهره های بازی روس ها رو ببینید، هر کسی سر جای خودش چیده شده داره تو این صفحه شطرنج بازی میکنه. اونا دارن تو خیابون میان حمله میکنن به ادارات دولتی، تلویزیون ملی ایران داره تصویرش رو میگیره، تصویر رو داره میبره نشون میده به همه کشور، آی مردم داره انقلاب میشه. رضا قطبی داره این کارو میکنه، مأمور سازمان امنیت شوروی. دیگه چه کارایی میکنه؟ میرسیم به 14 آبان ماه 1357. نامه‌ای رو مینویسن رضا قطبی با دستخط خودش و سید حسین نصر. نامه رضا قطبی رو سید حسین نصر بهش این رو اضافه میکنه که من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم
که میخی رو بر تابوت پادشاهی ایران بکوبن. حالا دیگه تو تمام کشور هر کسی هم که اصلا نمیدونست انقلاب چیه، چه خبره، اصلا همه میگن اه مگه انقلابه؟ پس شاه هم شنید، اه شاه هم صدای انقلاب، ما چرا نشنیدیم؟ آقا توی درغوزآباد سفلا و دانغوزآباد اولیا کسی از انقلاب چیزی نشنیده، ولی اگه شاه شنیده پس اصلا انقلابه دیگه. کی نوشته اینو؟ رضا قطبی، رئیس تلویزیون ملی ایران. و کی نوشته؟ سید حسین نصر، همه کاره دفتر شهبانو، که آقای حداد عادل همه کارشه. همه انقلابیون اون تونل یادتونه؟ تونلی که شوروی اومد رفت تو چادر سرفرماندهی، همه انقلابیون از تونل ارتباط با دفتر شهبانو وارد خیمه سرفرماندهی پادشاهی ایران میشن. ملت عزیز ایران، 14 آبان ماه نامه رو میذارن جلوی شاه، شاه نامه رو میخونه در عین عصبانیت شدید، ولی دیگه کاری از دستش برنمیاد. شاه تنها بود، اوج مظلومیت و تنهایی خودش. حالا شایعات توسط سازمان امنیت شوروی همه جا داره، آقا دارن شکنجه میکنن، میکشن، میبرن. تمام تبلیغات سازمان امنیت شوروی، کمپین دیس اینفورمیشن و میس اینفورمیشن. ارتش بود غلام رضا ازهاری اگر اشتباه نکنم میاد و میشه نخست وزیر. حالا از کی؟ از 15 آبان 57 تا 11 دی. یکی فعلا موقت اومده نشسته، حالا بعد از اینکه شریف امامی رو فرح با خیال راحت کنار زد. فرح با شریف امامی مخالفه و تو دوره‌ای که شریف امامی مخالفه، فرح یعنی شریف امامی نخست وزیره، فرح چی کار داره میکنه فکر میکنید؟ فرح داره نخست وزیر بعدی رو انتخاب میکنه. کجا داره این کارو میکنه؟ بذارید به مصاحبه خود فرح یک نگاهی بندازیم با بی بی سی در تاریخ 16 مرداد 1390 خورشیدی، هفته آگست 2011. هوشنگ نهاوندی، رئیس پیشین دانشگاه پهلوی و تهران و از معاشران شاه در آخرین روزهای اقامتش در ایران، در کتابی که به تازگی به نام خمینی در فرانسه منتشر کرده، فصلی را به چگونگی و دلایل انتخاب شاپور بختیار به نخست وزیری اختصاص داده و در آن نکاتی را مطرح کرده است که پیش از این به آنها کمتر پرداخته شده بود. وی امکان نگارش متنی تازه در این باره را نداشت، اما به ما اجازه داد تا این فصل از کتاب او را نقل کنیم. آنچه در پی می‌خوانید فصل آخرین تلاش ها و آخرین دسیسه ها برگرفته از همین کتاب است. ظاهراً شهبانو فرح مسبب اصلی انتصاب شاپور بختیار به ریاست دولت بود. ایشان 3 ماه قبل از آن که شاپور بختیار به کاخ نیاوران احضار شود، در خفا با وی ملاقات کرد. بختیار کی شد نخست وزیر؟ 14 دی. 3 ماه قبل از این که بشه، 3 ماه قبل از 14 دی میشه چه زمانی؟ یعنی زمانی که شریف امامی قرار بیاد نخست وزیر بشه و فرح داره به شدت باش مخالفت میکنه، فرح داره دنبال نخست وزیر بعدی آلردی میگرده. ملاقات در ویلای محمد علی قطبی، دایی شهبانو که مقاطعه کاری ثروتمند بود، صورت گرفت. این ویلا در دروس محله در شمال پایتخت ایران قرار دارد. شاپور بختیار 6 ساعت در این محل ماند، 3 ساعت با شهبانو که به طور کاملا محرمانه و ناشناس با آنجا آمده بود به گفتگو نشست، و تقریبا 3 ساعت دیگر با خاله خود لوئیز سمسام بختیاری که هنوز همسر محمد علی قطبی بود. اوکی، پس شاپور بختیار پسر خاله رضا قطبیه و فرح پهلوی دختر عمه رضا قطبیه. عجب، پس شهبانو داره پسر خاله پسر دایی خودش رو میاره بکنه نخست وزیر ایران و برای همین با شاه مخالفه که شاه شریف امامی رو بذاره نخست وزیر، چون شریف امامی یک گرایشات آمریکایی هم داره به نوعی. وقت بختیار چه گرایشاتی داره؟ سوسیال دموکرات، سوسیالیست. ترتیب این ملاقات را لوئیز قطبی
داده بود که جزو نزدیکترین کسان و مشاوران شهبانو محسوب میشد، یعنی زندایی شهبانو، مادر رضا قطبی، و گویا وسیله و رابط اصلی آن رضا قطبی پسردایی و تقریبا برادر شهبانو و پسرخاله شاپور بختیار بود. در نتیجه میتوان پنداشت که این ارتباط نزدیک خانوادگی در ترتیب ملاقات موثر بود. سالها بعد تاریخ انجام این ملاقات بسیار بحث انگیز شد. شهبانو در خاطرات خود نوشته که نخستین دیدارش با شاپور بختیار پس از انتصاب وی به نخست وزیری، یعنی در اواخر نیمه دوم دسامبر 1978 انجام گرفته. لوئیس سمسام بختیاری قطبی تاریخ وقوع آن را در یک روز سرد پاییز قرار داده. گفته بختیار که مورد تایید محمد علی قطبی و همسر سابقش میباشد قابل قبول به نظر میرسد. یعنی شهبانو داشت مخفی میکرد که این اصلا قبل از انتصاب بختیار با بختیار ملاقات کرده، مخفی که دروغ میگفت. احتمالاً علت این اختلاف نظرها آن است که شهبانو نمیخواست و نمیخواهد قبول کند که در آن زمان با یکی از تندروترین رهبران حرکت بر ضد حکومت و در نتیجه همسرش دیدار و مذاکره داشته. مگر نه اینکه دقیقاً در همان اول شاپور بختیار طی مصاحبه ارتش ایران را یک نیروی اشغالگر که کورکورانه به سوی مردم تیراندازی میکند و به کشتار بیگناهان میپردازد خوانده بود. شاپور بختیار دشمنی و کینه خود را نسبت به خانواده پهلوی هرگز پنهان نمی‌کرد. نفرتی که از شاه داشت بر هیچ کس پوشیده نبود، اما در ستایش شهبانو داد سخن داده و آرایش را خیلی نزدیک به عقاید خود دانسته. دیدار شاه با یا شهبانو با این و آن در شرایط کاملا محرمانه امری عادی بود. گارد شاهنشاهی مباشرت این کار را بر عهده می گرفت. در مورد ملاقات های سیاسی داخلی یا بین المللی هرگز این جنبه سری بر سر زبان ها نیفتاد. مجادلاتی که در سالهای اخیر پیرامون ملاقات های شاپور بختیار یا شهبانو بروز کرده ناشی از آن بود و هست که مشار الیها حتی منکر انجام آن قبل از انتصاب بختیار به نخست وزیری شده. اگر چنین انکاری نشده بود بحثی هم پیش نمی آمد. پس دلیل این که شهبانو به دروغ میخواست بگه که من قبل از انتصاب بختیار هیچ وقت این رو ندیدم، این باعث جنجال اصلی شده بود. در همون حین اومده شهبانو به پادشاه ایران پیشنهاد کرده، گفته برو کنار و بذار من به عنوان نایب السلطنه کشور رو بگردونم. پادشاه به شدت مخالفت میکنه. پادشاه اعتماد نداشت به شهبانو. سالها قبل نایب السلطنگی داده شده بود به شهبانو، ولی اگر پادشاه می‌خواست تو این شرایط بد کشور نایب السلطنگی رو پس بگیره از شهبانو کار آسونی نبود. از 1346 که این اتفاق افتاد 11 سال قبل بود، نمی‌شد پس گرفت. مصاحبه معروف پادشاه ایران با خانم باربرا والترز رو حتما به خاطر دارید که وقتی باربرا والترز سوال می‌کنه از پادشاه ایران آیا شما اعتماد میکنی که همسرت که نایب السلطنه است حکومت رو میتونه درست بچرخونه؟ چهره شاه. Do you feel your wife can govern as well as a man? سرش رو پایین میندازه. آه میکشه و میگه من پاسخ این سوال رو نمیخوام بدم. شهبانو کنارش نشسته و شاه میگه من جواب این پرسش رو نمیخوام بدم. چرا؟ چون حالا دیگه شاه میدونست چه بلایی سرش اومده. اما دیگه کار از کار گذشته بود. چنگال های شوروی در تمام دربار شاه و به همه جای بدنش فرو شده بود. تو این فاصله شهبانو شاه رو میبره شوروی، 10 روز میبره شاه رو در مسکو نگه میداره. فرصت کافی به یوری آندروپوف داده میشه که تمام زیر و بالای شخصیتی، جسمی، روحی، همه چیز شاه رو بررسی بکنه. ای کاش فقط بررسی کرده باشن، ای کاش شاه رو آلوده نکرده باشن. روس ها اساتید کشتن های رادیواکتیوی و سرطان دچار کردن های آرام و سریع هستن. شهبانو با بختیار شرطی میذاره در حضور رضا قطبی مأمور کاگبه توی خونه پدر و مادر رضا قطبی، خانواده‌ای که شهبانو با اون خانواده بزرگ شده. اونجا دوره هم نشستن خانواده دیبا دارن تصمیم میگیرن، در واقع دیبا و قطبی دارن تصمیم میگیرن که نخست وزیر ایران کی باشه و شاه خبر نداره. شهبانو به بختیار میگه وقتی تو رو معرفی میکنیم برای نخست وزیری شرط بذار، به این شرط که شاه از ایران بره تو نخست وزیر میشی. شهبانو تو مصاحبه خودش با
تلویزیون من و تو تو برنامه‌ای که من و تو سعی کرد بسازه که شهبانو چهرش رو بخواد بشوره و یک ابر اسطوره و ابر افسانه‌ای نشون بده، اونجا که همه چیز رو توی این برنامه شهبانو میندازه گردن آمریکا، هی میگه آمریکا و انگلیس بودن که شاه رو بردن، کارتر برد، فلان برد، اصلا داره سعی میکنه همون تبلیغات شوروی هی حواسا رو به جای دیگه ای پرت بکنه. یادمه که بهشون گفتم که اگه میشه من بمونم، به دلیل اینکه فکر میکردم که اگر ازت برن هم ارتش هم خیلی ها روحیشون از دست میدن، ولی خب ازت گفتن که شما هم بیاین و الان فکر میکنم که حق داشتن، برای که البته من گفته بودم میمونم بدون که دخالتی به چیزی بکنم، فقط میمونم در کاخ، ولی فکر میکنم ایشون خیلی بهتر میدیدن، موندن من به پیش جایم نمیرسید. پس شرط بختیار رفتن سلطنت ایران نبود برای اینکه نخست وزیر رو بپذیره، شرط بختیار این بود که شاه بره شهبانو بمونه. این شرط رو شهبانو و رضا قطبی به بختیار دیکته میکنن که ما تو رو میریم معرفی میکنیم، ولی تو این شرط رو بذار که حتما حالا که شهبانو برگشته به شاه گفته اول استعفا بده برو کنار، بذار من خودم همه چیزو بگیرم دست به عنوان نایب السلطنه. شاه قبول نکرده، حالا شهبانو میره کسی رو که داره معرفی میکنه به اون نخست وزیر مثلا بعدی که میان به شاه میخوروننش، میگن آقای نخست وزیر تو اعلام کن. شاه هم که واقعا فکر میکنه تو کشور انقلاب شده، کجا دیده؟ تو تلویزیون، تو تلویزیون دارن به شاه نشون میدن که انقلاب شده. کی نشون میده؟ رضا قطبی. انقلاب شده؟ نه، اون صحنه هایی که شما از حضور مردم توی خیابون میبینید، اون صحنه ها مربوطه به بعد از خروج شاه از ایرانه، چیزی که شوروی سالها منتظرش بود. بعد از این که شاه میاد صدای انقلاب شما را شنیدم و میخونه، و زمانی که خمینی داره میاد میریزن دیگه تو خیابون، همه تمام چیزهایی که تو صحنه های تلویزیونی میبینید همه مال اونه. تا قبل از اون، تا قبل از خروج شاه از کشور، انقلابی در کار نیست. انقلابی در کشور در کار نیست، ولی انقلاب در خیمه سرفرماندهی پادشاهی ایران توسط فرح پهلوی، فرح دیبا و اطرافیانش، رضا قطبی، سید حسین نصر و دار و دستشون ایجاد شده. وقتی که از اینجا شوروی به دنبال یک تونلی میگشت که بیاد بره داخل اینجا، ساواک، ارتش، همه سعی میکردن از پادشاهی ایران حفاظت بکنن، ولی اصلا نفهمیدن انقلاب شد. نه ساواک نه ارتش، همه شوکه شدن. چی شد؟ برای اینکه یک تونلی بود رفت این تو پشت جبهه، توی جبهه خودی ها در خیمه سرفرماندهی انقلاب شد. با تبلیغات جنگ روانی فرح و اطرافیانش به شاه وانمود کردند که مردم از تو نفرت دارن، همه جاد پر در دیوار پر از مرگ بر شاه است، ای شاه خائن مردم از تو نفرت دارند و تو باید بروی. و شاه رو از لحاظ اعتماد به نفس شاه رو شکستن، روحیش رو نابود کردن. شاه در اطراف خودش فقط میدید که همه ازش متنفرن، در تنهایی محض مونده بود چیکار بکنه. کار جنگ روانی رو عالی انجام دادن، عالی انجام داده بودن. بیشتر تاچایی که نیم تاچایی که من میذاشتم مال جوارات سلطنتی بود، متعلق به مملکت بود، ولی یه دونه نیم تاج فیروزه‌ای خودم داشتم که مال خودم بود، علازت برای من خریده بودن، اونا اصلا با خودم نیوردم. گفتم اگه من برگردم ایران که خب اینقدر تاج از میزنم، اگه بر نگردم هیچ وقت نمیخوام نیم تاج سرم بذارم، گذاشتم اونجا. بله شهبانو هیچی رو نبرد، چون شهبانو داشت بر میگشت، گفته بود خب شاه حالا اجازه میده اجازه نمیده من بمونم، من باش میرم، من بر میگردم میام تو. حالا نخست وزیری که گذاشتیم خودیه، که سازمان امنیت شوروی هم داره با همه اینا بازی میکنه ها، اینم داشته باشید. سازمان امنیت شوروی مهره های خودشو تو صفحه شطرنج چیده و یه دونه مهره نیست که قراره بره جلو. انواع و اقسام بردها رو برای خودش سازمان امنیت شوروی توی این صفحه شطرنج طراحی کرده، انواع روش هایی که میتونه ببره، و یکیش اینه که خب
شاه اگر استعفا بده بره کنار، شهبانو بشه نایب سلطنت، دیگه همه چیز در اختیار سازمان امنیت شوروی دیگه. دیگه چی میخوان؟ شاه هم رفت، تموم شد، دیگه کشور کمپلت میره تو شکم شوروی. خب اگر این نشه و شاه نذاره شهبانو بمونه، خب شهبانو بره با شاه، بعد برگرده بیاد. اما سرعت تحولات داره خیلی زیاد میشه. یه دفعه میبینن اسلامیون حالا توی خیابون از کنترل خارجن. خمینی که شوروی ها عنوان خطاب بهش دادن، خمینی توی معادلات شوروی ها به عنوان رهبر آینده ایران قرار نیست باشه، به خمینی اعتماد ندارن. تا زمانی که به سفارت آمریکا حمله میشه، تا یک سال بعد از انقلاب حدوداً، خمینی رو هنوز دقیقا تو لفظی که توی اسناد سازمان امنیت شوروی هست میگن یک سگی که داره پارس میکنه برای آمریکایی ها ولی پاچه نمیگیره، توی اسناد محرمانه سازمان امنیت شوروی. ولی یه دفعه شوروی ها میبینن خب بازی داره یکم تغییر میکنه، حالا نیروهای اسلامگرا اومدن وسط و دارن هی خمینی رو تبلیغ میکنن و فلان میکنن اینا، از این ور دارن فشار میارن به رضا قطبی مامور کاگبه که دختر عمتو فرح دیبا رو که خیلی هم قدرت طلبه و میخواد فرد اول کشور باشه. الان شاه پادشاهه و کشور رو داره میگردونه، فرح میخواد مثل انگلستان بشه ایران و ملکه کشور رو بگردونه. حالا رضا قطبی داره ماساژ میده این قدرت طلبی های دخترمش فرح رو و قرار بر اینه که حالا شور به درخواست شوروی، به درخواست سازمان امنیت شوروی، شاه هر چه سریعتر از کشور خارج بشه. همه این طرحا رو میچینن، اون نامه رو مینویسن، میذارن جلوش، بگو صدای انقلاب رو شنیدیم، افسردهش میکنن، میگن تو برو ما درستش میکنیم. لحظه های خروج شاه از کشور، به اشکای شاه نگاه کنید، چهره فرح رو هم ببینید. شاه داره اشک میریزه و فرح با اعتماد به نفس کامل میخنده. فرح حتی خوشحاله، چون میگه من برمیگردم. خوشحاله که شاه داره میره، بالاخره بالاخره داره میره و من برمیگردم. اما جالب، شوروی با فرح هم بازی میکنه، همونطور که پیام داده به رضا قطبی که فرح رو بیار، شاپور بختیار رو بیار بذار بره بشینه. شاپور بختیار کاملا داره حرفهای رضا قطبی و سید حسین نصر رو حالا گوش میکنه. اینها کسایی هستن که شاپور بختیار آوردن وسط و شاپور بختیار قشنگ دنبال روی اینهاست. در حین این، همزمان با این که شوروی از رضا قطبی میخواد که این کار رو بکن تا شاه از کشور بره بیرون، پیامی رو از طریق صادق طباطبایی، خواهرزاده امام موسی صدر، میفرستن به نوفلوشاتو، برای خمینی کاگبه میفرسته که به محض خروج شاه از کشور شما به کشور وارد بشید، نگران امنیت جونیتون نباشید، با نخست وزیر هماهنگ شده، هیچ اتفاقی برای شما نخواهد افتاد. فاز پایانی انقلاب دیگه. خمینی هم گوش میکنه به حرف شوروی، سوار هواپیما میشه میاد ایران، نخست وزیر هم باش کاری نداره، مردم رو جمع میکنه. توی چادر سرفرماندهی در خیمه انقلاب، در خیمه، یعنی توی این انقلاب در خیمه سرفرماندهی پادشاه ایران، ارتش شوکه است. یه دفعه فرماندهشون رفت، ساواک شوکه است. ما حالا چیکار باید بکنیم؟ شوروی حالا ابراهیم یزدی رو میفرسته وسط، میگه برو به دولت آمریکا بگو که به ارتش بگه کودتا نکنید، یه وقت ما با آمریکایی رابطه‌مون سر جای خودش خواهد بود، هیچ اتفاقی نمیفته. ارتشی که اصلا نفهمید چه جوری پادشاه خودش رو، فرمانده خودش رو از دست داد، ساواکی که اصلا نفهمید چی شد، چون اینا از خودی خوردن.
برنامه شوروی ها نقص نداشت. And it is said that you are the Ayatollah's man, his favorite son. سرعت تحولات بعدش رو هم که شما میدونید. دیگه طوری کار از دست همه خارج شد که تا چند ماهی خود شوروی ها هم گیج بودن، ولی مطمئنن میدونستن که دیگه بازی پهلوی تموم شد. یه احتیاجی هم به فرح نداشتن. فرح کار خودش انجام داد. برای اونا مهم نبود که فرح بیاد حاکم بشه. برای اونا مهم بود که شاه حاکم نباشه. مهره های مختلفی هم داشتن که حالا فرح که این وسط وزیر بود. وزیر میتونست بیاد شاه بشه مثلا. ولی فیل داشتن، اسب داشتن، همه چیز داشتن. یه پیاده هم اینجا وجود داشت، سید علی خامنه‌ای، که یکی از کساییه که توی سازمان امنیت شوروی رفته دوره دیده و حالا این پیاده هم همینجوری هی همه دارن سر راه همه چیزو براش باز میکنن که یکی یکی خونه ها رو طی میکنه و میره بالا و این پیاده وزیر میشه و بعد هم میشه ولی مطلقه فقیه و ایران رو مستعمره سازمان امنیت شوروی میکنه. آقای خامنه‌ای، ما تصویب کردیم شورا، شما برخلاف مصوبه ما نمیتونید بگید. باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. چک یکی از شاید بزرگترین رازهای تاریخی کشور بود. خیلی ها این راز رو میدونن ها. خیلی ها میدونن. ولی همونجور که بهت گفتم جرأتش رو نداشتن که بیان بگن. برای که با مافیای بزرگ و ترسناکی در اپوزیشن مواجه هستن. مافیایی که از یک سر همچنان سید حسین نصر داره هدایتش میکنه و از سر دیگه فرح دیبا. هر کسی که علیه اینا بخواد به اینها انتقادی بکنه، حرفی بزنه، هر کسی که باشه، ارتش سایبری خودشون رو میفرستن سراغش، فحاشی میکنن، ویدیو میسازن، براش پاپوش درست میکنن، نمیدونم زندگیش رو به خطر میندازن، عکس فتوشاپ میکنن، سند سازی میکنن، جعل سند میکنن. یک مافیای به تمام معنا هستن و حاضرن دست به هر کاری بزنن برای اینکه یه وقت کسی کوچکترین انتقادی به این جریان نکنه. تصمیم با شما عزیزان که آیا میخواید با وجود همه این چیزهایی که دیدید فرصت بدید و این افراد رو به عنوان رهبرانی برای آینده کشور که قراره بیان مثلا انقلابی بکنن براتون، که مطمئن باشید با تمام این اسراری که توی کمدهای اینا بود و حالا دیگه فکر نمی کنم باشه، با این اسرار روس‌ها هیچ وقت به اینها اجازه نمیدن که اینا مستقل باشن. اگر ایران قرار باشه یک ایران پادشاهی باشه طبق قانون اساسی پیشنهادی که ما نوشتیم و ارائه کردیم، اگر مردم بپذیرن، پادشاه ایران توسط مردم قرار انتخاب بشه. آیین ایران شهری ما بوده، همیشه همین بوده. شاهزاده رضا پهلوی در این جنایات و خیانت ها نقش نداشته. ایشون خیلی نوجوان بوده وقتی این اتفاقات داشته میفته، اصلا نمیدونسته چی داره میشه دور برش. اما الان من بهش توصیه میکنم دیگه به تعالیم مادرش گوش نکنه، چون نسل های فراوانی، میلیون ها ایرانی هزینه قدرت طلبی های فرح دیبا و پسردائیش رو پرداخت کردن. یک خیانت آشکار به کشور ماست. این که میلیون ها نفر از ایرانی ها، خود ماها همه در به در خارج از کشور باشیم، ایرانمون چرخه پرشتاب توسعه در ایران عزیز ما از حرکت باز بیسته، این که نسل های مختلف بسوزن، این که آبروی ایران و ایرانی در دنیا بره، آبرویی که با تلاش های رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی قطره قطره داشت جمع میشد برای کشورمون، این که همه اینها یه دفعه از بین بره فقط برای اینکه شعبانو میخواست ملکه الیزابت ایران باشه، قدرت اول کشور باشه. اگر شما میخواید نسل های مختلف ببخشید با خودتونه، اما فکر میکنم شهبانو فرح دیبا پهلوی یک عذرخواهی بزرگ به تاریخ ایران بدهکار باشه که به خاطر قدرت طلبی خودش یک همچین بلایی رو به سر یک ملت آورد، به سر یک ملت آورد و نسلها پشت هم دیگه دارن هزینه پرداخت میکنن، دارن با بدبخت
وقتی دست و پنجه نرم میکنن. یک عذرخواهی بزرگ فرح دیبا به مردم ایران و به ویژه به نسل جوان ایرانی شما بدهکاری. تصمیم بعدش با مردم ایرانه که آیا میخوان شما رو ببخشن یا نه. What do you want the shah?